بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشتی باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. همون جوری که میدونید، من سالهاست برنامه رو در تلویزیون مردم دارم به نام پناهجویان رو دریابیم، و چون خودم پناهجو بودم و بعد پناهنده شدم، شرایط مخصوص این دوستان رو میدونم و میدونم که چقدر بهشون سخت میگذره. امروز خیلی خوشحالم که با دو نفر از این دوستان صحبتی داشته باشیم، و قبل از برنامه هم بهشون گفتم که شما خیلی خودمونی، فکر کنید که با عموتون، با داییتون دارید صحبت میکنید، چون هر دوی این عزیزان از فرزندان خود من جوانتر هستند، و ازشون میخوام، دعوت میکنم که اولا خوش آمد میگم به تلویزیون مردم، میخوام که برای ما بگن که خانم پریا کریمی و آقای وحید علی مرادی میرحصاری کی هستند، کجای ایران زندگی کردند، چرا وطنشون رو، فامیل و علایقشون رو ول کردند و به خاطر جور و ظلم دیکتاتور امروز در دانمارک زندگی میکنند. من میکروفون رو در اختیار این دوستان قرار میدم و ازشون خواهش میکنم که شرح حال خودشون رو برای من و شما بگن. بفرمایید، با شما هست. سلام آقای سوربی عزیز، سلام میکنم به شما و تمام بینندگان عزیزتون. من پریا کریمی هستم، توی یکی از شهرهای استان کرمانشاه زندگی میکردم و الان 3 سال و 4 ماهی که در دانمارک هستم. درود خداوند به شما آقای سوربی عزیز و بینندگان محترمتون. منم وحید علی مرادی هستم، توی یکی از شهرهای استان کرمانشاه زندگی کردیم توی ایران، الانم دانمارکیم. ما در خدمتیم. خب من تا اونجایی که با شما صحبت کردم، شما جزو نوکیشان هستید، ولی مدت 3 سال و 4 ماه در دانمارک، و گفتم به دوستان این حالت برزخ، انتظار، نگرانی، آدم نمیدونه فردا چی میشه دارید. شرایط پرونده پناهجوییتون چی هست و آیا تا حالا دادگاه یا اون جلسات به اصطلاح ایمیگریشن، اداره مهاجرت رو رفتید؟ یه مقداری برای ما تعریف کنید که اونجا سیستم به چه صورته و شرایط شما به چه صورتی هست و امروز به اصطلاح پرونده شما منتظر چی هست؟ آقای سوربی، ما به خاطر تعصبات خانوادگی مجبور شدیم که ایران رو ترک کنیم. ما توی ایران با هم دوست بودیم و همدیگر رو خیلی دوست داشتیم، و فقط به خاطر تعصبات مذهبی که خانواده داشتن، ما نتونستیم به همدیگه برسیم و مجبور شدیم که ایران رو ترک کنیم و به دانمارک بیاییم. و اینجا هم بعد مدتی که تو دانمارک بودیم، عیسی مسیح رو شناختیم و به عیسی مسیح ایمان آوردیم، و الان 2 ساله که ما قسط تعمید گرفتیم و متاسفانه از اداره امور خارجیان جواب منفی گرفتیم. منم واقعا استر به همونطور که پریا جان گفت، واقعا پریا رو تو ایران از ته دلم دوست داشتم، اینجا هم دوست دارم، دوست خواهم داشت. به خاطر همین تعصبای بیجا که در خانواده بعضی از ایرانیا هست، مثال همین خانواده پریا، باعث شد که ما از ایران فرار کنیم و الان چندین سال است که از ایران دور شدیم، مجبور فرار شدیم، الان دانمارک زندگی میکنیم، الان 2 کلستن. و حتی از دادگاه هم جواب منفی گرفتیم متاسفانه بعد 3 سال. خیلی سخته 3 سال آدم توی کمپ بگذرونه، و الان هم توی کلوز کمپ هستیم و هیچ از آینده خودمون هیچ خبری نداریم. متاسفانه یکی از شرایط حکومت‌های دیکتاتوری همینه که آموزش نمیده خانواده ها رو، و به اصطلاح نمیذاره جوان ها با عشق و علاقه و آزادی با هم زندگی کنن، و مجبور میکنن بعضی وقتا به خاطر پول، به خاطر مقام، افراد با کسانی ازدواج کنن که مایل نیستن. و از اون بدتر ماجرا این هست که دانمارک، که این کشورها نمونه دموکراسی هستن و اینها، به یک نحوی با شماها به خوبی رفتار نمی کنن، و میشه گفت که بعد از اون حکومت دیکتاتوری آخوندها و در شرایط شما حتی خانواده ها،
حالا شما حکومت دانمارک هم باهاتون نامهربانی و این ماجرای مردود شدن یا پروندهتون رو رد کردن. به نظر شما چرا اینجوریه؟ آیا اینا به دلیل روابطی که با دولت ها دارن با شماها اینجوری به اصطلاح بد تا میکنن یا چی میبینید؟ خود شما که اونجا زندگی میکنید چرا اینها با شما به اصطلاح درست رفتار نمیکنن؟ همون دفعه اول شما رو قبول نمیکنن، نمیذارن به زندگیتون، به آیندهتون، به اصطلاح یک آزادی که دوست دارید دست پیدا کنید. واقعا من فکر میکنم اینطور که اینجا بودم، فکر میکنم که اینا چون که مشکلاتی مثل این که مثل این مشکل ما که داشتیم توی ایران رو اصلا تجربه نکردن و براشون خیلی راحت تره، نمیتونن درک کنن که توی ایران اگه یک پسر و دختر هم دیگر رو دوست داشته باشن و اونها با هم تضاد مذهبی داشته باشن، به خاطر تعصبی که خانواده ها دارن نمیتونن با هم دیگه ازدواج کنن یا بتونن زندگیشون رو با هم ادامه بدن. متاسفانه اینا نمیتونن که درک کنن ما رو که ما توی ایران واقعا مشکل داشتیم. اگه توی ایران میموندیم الان ما، اگه خانواده‌مون ما رو، اگه دولت ایران ما رو نمی‌کشت 100% توسط خانواده‌مون کشته میشدیم. بیشترین مشکلات ما های سوربی به خاطر این تعصبات خانوادگیه. امیدوارم روزی فرا برسه که این تعصبات کورکورانه که هنوزم تو ایران وجود داره از بین بره، بتونن جوانا عاشقانه کم دیگر رو دوست دارن به هم برسن. چیزی نباشه بدون ترس، بدون دلهوره کاری انجام بدی، دوست داشتن از رو ترس نباشه، واقعا بتونن عاشقانه دوست داشتن کسی از ته دل هست به هم برسن. بعدش هم بعد این که واقعا با اون شرایط سخت که ما از ایران فرار کردیم اینجا، واقعا خود من خیلی حالم بد بود چون اصلا نمیتونستم باور کنم که همچین اتفاقی برام افتاده. خیلی اصلا فکر میکردم که کلا دنیا برای من تموم شده، تا اینکه بعد از مدتی با عیسی مسیح آشنا شدم و واقعا آرامش رو به قلب من آورد عیسی مسیح. خانم پریاشو و الان فقط با ایمان به مسیح دارم زندگیمو ادامه میدم. بعد این همه سختی احساس میکنم میتونم تحمل کنم چون یکی هست که مراقب منه. بله، شما به من بگید که هم چون با کلیسا رفت آمد دارید و این دیگه همه جای دنیا الان میدونن که وقتی یه نفر مسلمان باشه و دینش رو عوض کنه به عنوان مرتد شناخته میشه و حکمش مرگه. حتی بعضی افراد به اصطلاح میتونن با کشتن شما جایزه بگیرن از دولت و اینها. چرا کلیسا برای شماها کاری نمیکنه که به اصطلاح یک فشاری باشه به دولت دانمارک که شماها رو زودتر قبول کنن یا حرفتون رو قبول کنن و به اصطلاح شرایط شما رو براشون توضیح بدن؟ چرا کلیسا این کار رو انجام نمیده؟ بربی عزیز، کلیسا تنها کمکی که به ما میتونه بکنه فقط اینجا یه نامی از واسه ما بنویسه که واقعا اینا به کلیسا میان و ما به عنوان یه مسیح قبولشون داریم که وقتی میری دادگاه یا ایمیگریشن حتی او نامه ها هم قبول ندارن، حتی او برگاهی که خود کشیش نوشته چه پراتیکایی انجام دادی، چه فعالیتی انجام دادی قبول ندارن. و اینکه اونا فقط واقعا ما از نظر کلیسا و دوستای مسیحی که داریم خیلی به ما کمک میکنن، خیلی آدمای خوب و مهربونی هستن و بیشتر اونا باعث شدن که ما به مسیحیت جذب بشیم. ولی متاسفانه اونا نمیتونن توی وضعیت ما، توی تغییر وضعیت ما کاری انجام بدن چون دست اونا نیست. اونا فقط میتونن همون برگه‌ای که وحید گفت به ما بدن که ما فقط بریم بگیم که ما کلیسا میرفتیم، فعالیت داریم. ولی واقعا دانمارک خیلی برای مسیحیان سخت میگیره و خیلی سخت باور میکنن که یه کسی مسیحی باشه. ما دیگه نمیتونیم، اصلا نمیدونیم با چه زبونی بگیم که ما به مسیح ایمان داریم. الان شرایط شما اونجا چجوری است و تا کی باید منتظر باشین مرحله بعدی؟ چون شما اسم بردید از کلوز کمپ، توضیح دادید که این کمپ های مختلفی هست، مرحله بعدی چیه؟ شما منتظر دادگاه باید باشید؟ این بار با وکیل میتونید برید یه مقداری ما رو آشنا کنید با این شرایط؟ و آیا سازمان هایی هستن که حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی که کمک کنن به افراد خارجی مثل شما که حرف اینها رو اداره امیگریشن و اداره مهاجرت به اصطلاح قبول کنه، یا به قول معروف شماها اونجا خودتون هستید و خدای خودتون؟
بله، ما واقعا اینجا واقع خودمون هستیم و خدای خودمون و باید منتظر باشیم. اصلا هم نمیدونم باید چقدر منتظر باشیم، چون که ما از دادگاه منفی گرفتیم و باید حداقل چند سالی رو اینجا منتظر باشیم که دوباره پروندهمون بخواد، اگه بخواد به جریان بیفته، و دوباره باید به دادگاه بریم. و واقعا خیلی سخته که ما الان 3 سال زندگیمون رو داریم توی کمپ‌های مختلف. اگه ما فقط یک جا بودیم که اون مشکلی نداشت، حداقل ما گفتیم 3 سال. ما 3 سال خیلی جای مختلف تو دانمارک ما چرخیدیم، توی کمپ‌های مختلفی بودیم و واقعا به نظر من ما عمرمون رو اینجا داشتیم، ما داریم به هدر میدیم. توی این 3 سال جوونیمون رو هدر دادیم واقعا. بله، بهترین سالهای جوانی. وای جان، ماجرای وکیل چیه؟ آیا وکلایی هستن که وکالت شما رو قبول کنن، یا به اصطلاح شرایط اونجا چیه؟ من یادم تو آلمان که بودم وکیلهایی بودن که اینها میمدن داوطلبانه پرونده های افراد پناهجو رو قبول میکردن، و حتی شرکت های مثل امنیستی اینترنشنال، عفو بین المللی، یا شرکت تولستوی و اینها میرفتید اگر نداشتید مخارج وکیل، اونها مخارج وکیل و استخدام وکیل رو متقبل می شدن. الان توی دانمارک به چه صورت هست؟ الان ما بعد از این که از دادگاه را دیگه گرفتیم، دیگه وکیل نمی تونیم بگیریم تا موقعی که پرونده مون باز شد. وقتی پرونده مون باز شد می تونیم اون موقع بعد از 2 سال 3 سال هر موقع باش می تونیم وکیل بگیریم، ازشون درخواست وکیل کنیم. حتی یعنی الان ما میتونیم وکیل بگیریم، ولی متاسفانه با هزینه خودمون باید بگیریم. و الان چه هزینه‌ای که ما الان از دانمارک، هیچ هزینه ما نداریم الان از دانمارک، هیچ پولی نمیگیریم که بخوایم یه وکیل بگیریم. کسانی که از دادگاه منفی میگیرن باید با هزینه خودشون وکیل رو انتخاب کنن. و اینجا یه مرکزی هست که به پناهنده‌ها کمک میکنه، اونایی که از دادگاه منفی گرفتن، اونا فقط برات یه وکیل انتخاب میکنن، ولی نه از همون اول. میگن که تو باید یک مدرک جدیدی حتما از کیس پیدا کنی و بفرستی برای ما که ما بخوایم دوباره کیس شما رو بفرستیم به دادگاه. بله، حالا ما امیدواریم که به اصطلاح به زودی تاریخ دادگاه بعدیتون معین بشه، چون از صحبت های شما من این رو فهمیدم که وقتی که تاریخ دادگاه معلوم بشه، اون وقت شما میتونید ازشون تقاضا کنید که چون ما وضعیت مالی خوبی نداریم به همون وکیل تسخیری بدین، و اون وکیل امیدوار باشیم که کمک کنه و پرونده شما قبول بشه. امیدوارم خبر قبول شدنتون رو هم از همین تلویزیون به دوستان دیگه بگین، و من به نوبه خودم امیدوارم که شما جوانها هر جای دنیا که میخواین آزادانه بتونید زندگی کنید، و واقعا ننگ و خجالت بر دیکتاتورهایی که شماها رو که سرمایه های این به اصطلاح مملکت هستین، به دلیل همون مشکلاتی که گفتم، چون خانواده ها رو آموزش نمیدن و یک چیزای غلطی توی خانواده های ایرانی جا افتاده، شماها مجبور شدید که قید فامیل و خانواده و وطن رو بزنید و در کشور غریبی زندگی کنید. امیدوارم به زودی این غربت با گرفتن پناهندگی به اصطلاح یه جوری قابل تحمل تر بشه و شماها رو خوشحال ببینیم در زندگی جدیدتون. بازم اگر صحبتی دارید من میکروفون رو در اختیارتون میذارم تا با بینندگان صحبت کنید. بفرمایید. خیلی ممنونم از محبتتون، و من تنها حرفی که الان مونده فقط میخوام کشور دانمارک بیشتر ما رو درک کنه فقط، و اینکه برای تمام کسایی که عیسی مسیح رو نشناختن، میخوام از همینجا به همشون بشارت بدم که واقعا عیسی مسیح رو بشناسن، چون که مسیح زندگی خیلی ها رو تغییر داده و همچنین زندگی خود من رو. بسیار. و برن تلاش کنن و یک بار عیسی مسیح رو توی زندگیشون امتحان کنن و بهش ایمان بیارن. بسیار ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون که با ما بودید. اگه اجازه بدی های صحبی منم بفرمایید. وای جان بفرمایید. منم اونطور که پریا گفت واقعا خیلی سخته که بعد از 3 سال انتظار الان ندونی چه آیندهی در انتظارته. امیدوارم دولت دانمارک ما رو جوانها رو درک کنن، حرف دل ما رو بفهمن، و در آخرم دعا میکنم برای تمام مسیحان ایران و هر جای جهان
مسیر رو نشناختن تراش کنن، مسیر رو بشناسن، به زندگی اونا وارد بشه، همونطور که به زندگی ما وارد شد، زندگی ما رو تغییر داد، به زندگی ما آرامش داد. مطمئن باشن هیچ موقع پشیمون نمیشن، همونطور که مسیر به ما ثابت کرد به اونا هم ثابت میشه. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ما رو در جریان اوضاع اقامتتون بذارید. خیلی ممنون که با ما بودید. حتما، خیلی ممنونم که این وقت به ما دادید. خیلی متشکرم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید. خیلی سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم. با امید دیدارتون. ممنونم. خدا نگهدار. موفق باشید. دوستان عزیز، با خانم پریا کریمی و آقای وحید علی مرادی میر حساری بودیم از کشور دانمارک. خیلی متاسفانه جای تأسفه که ما ایرانی ها که اینقدر ادعا میکنیم در تمام سازمان های موفق و از ناسا گرفته، سازمان فضایی ناسا تا گوگل و اوبر و هر جایی که صحبت از موفقیت و دانش و پول و ثروت هست، ما ایرانی ها هستیم. بعد میبینیم یه جایی که باید باشیم اونجا متاسفانه نیستیم. چرا؟ من نمیدونم. امیدوارم که این به اصطلاح اشکال هم برطرف بشه و باشن. من میدونم بهایی ها در تمام دنیا هستن و هر جا وقتی یه بهایی وارد میشه فوری میره ثبت نام میکنه. بیان یه کاری کنیم که ایرانی یه سازمانی داشته باشه که هر ایرانی که میاد بتونه بره اونجا ثبت نام کنه، کمکش کنن. به اصطلاح خیلی مهمه. من هیچ وقت یادم نمیره شب اولی که رسیدم، شب اولی که رسیدم آلمان، مثلا اون پیتزایی رو که خریدیم، باور کن اون وقت 60 مارک خیلی بود، ولی دو روز سه روز بعدش که با اون آقای جواد گلچین که الان در کالیفرنیا هست آشنا شدیم، دو تا خیابونتر پیتزا از اون بهتر رو خریدیم 10 مارک. و یکم دیگه که با آشنا شدیم با چند تا ایرانی، یادمه یه آقای ارمنی به من نشون داد که آقا اینجا خرید نکن از کافهوف و برو آلدی خرید کن، اونجا چیزا رو تو جعبه های قشنگ نمیذارن، با همون جعبه مقوایی میذارن، ولی تو که نمیخوای جعبه بخوری، تو میخوای خوراک بخوری، با دو تا بچه اونجا باش. در اصل ممنونم از اونایی که به من کمک کردن و من هم هدفم اینه که به دیگران کمک کنم. شما هم اگر میتونید، همیشه گفتم ای که دستت میرسد کاری بکن. قرار نیست ما مشکل دنیا را حل کنیم، ما یک قدم برای دوستان ایرانی، برای هموطنان ایرانی، مخصوصا برای جوانا برداریم. اینا همیشه یادشون میمونه و اونها هم فکر کنم این کار رو برای دیگران انجام بده. آقای خوشنودی میگه ما یک سازمان رو در شمال کالیفرنیا برای تازه واردین درست کردیم که کمک های محدود برای زندگی اولیه ارائه میدیم. خیلی ممنون از شما آقای خوشنودی. ضمن این که هر کی به کالیفرنیا برسه حداقل چند تا کشور رو، یک قاره آمریکا رو پشت سر گذاشته تا رسیده اونجا، ولی باور کنید همونجا هم باز احتیاج به کمک داره. همین که یه نفر به شما آدرس یه جایی رو بده، همش پول نیست، گاهی وقتا وقت آدم، گاهی وقتا یه جمله‌ای که با مهربان. من دیروز با این دوستان که صحبت میکردم، خب نگران هستن، حالا با یه نفر از تو تلویزیون ایرانی میخوان صحبت کنم، گفتم ببینید توی فامیل، حالا این بنده خداها که تو فامیل هم مثل که مشکل داشتن، گفتم یه جایی که میرین یه نفر نشسته ایرانیه با هم صحبت میکنید، کلیسا که میرید صحبت میکنید خیلی خودمونی، و دیدید که امروز چقدر راحت تر صحبت میکنه. در صورت من ممنون و متشکرم از یکایک شما و امیدوارم که این دوستان جوان هم به زودی سرنوشت بهتری براشون قلم زده بشه و بتونن به زندگی آزادشون در کشور آزاد دانمارک ادامه بدن یا هر جای دیگه ای که میخوان برن. پس پناهجویان رو دریابید. و اما پتیک عزیز یک فیلمی فرستاده و یک مبلغی رو هم حمایت کرده از تلویزیون مردم طبق معمول. والا من حقیقتا دیگه شرمنده این هستم، این همه حمایت میکنه ولی یه فیلم که میخواد بگه اینو نگاه کن،
یا نشون بده، برای اونم یه بابت اضافه تر میفرسته که من از این بابت ممنون و متشکرم. امروز برای دو نفر از دوستان نوشتم که در زبان فارسی ما یاد گرفتیم که وصف العیش نصف العیش، و شما آمدید و قول دادید که حمایت میکنید، ما این رو به حساب وصف العیش گذاشتیم و 50% خوشحال شدیم. ولی متاسفانه در همین زبان فارسی داریم که به حلوا حلوا گفتن دهانت شیرین نمیشه و اونو چه کار کنیم. حالا امیدوارم دوستان هم قول که میدن هم عمل کنن، هم حمایت کنن. اگر تا امروز برنامه ها رو دیدن و هیچ وقت حمایت نکردن، حمایت کنن تا ما هم بتونیم با دیگران و همون دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورن. اینجوری نباشه دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بخوریم و دیگران بکارن. خب اینم از این. آقا اون سازمانت هم اگر وبسایتی داره، صفحه‌ای داره بده، من مجانی روی تلویزیون مردم برات میذارم یا اینجا مجانی میتونی پروموتش کنی. البته امیدوارم نگران نباشی که وقت خیلی مشتری زیاد میشه و به اصطلاح نمیتونی به همشون برسی. ولی یه چیزی رو که من متوجه شدم اینه که دیگران وقتی کارشون تموم میشه، از پناهجویی به پناهندگی به اصطلاح ارتقا مقام پیدا میکنن، بعضیا مثل این میمونه که خرشون از پل گذشته، بعضیا از اون بدتر این پل رو هم آتیش میزنن. دیروز برنامه ای رو مال سال 2011 در همین منطقه، آقای خورسندی آمده بود، هادی خورسندی، مانی کمدین نیست ولی مانی هم بزلگو آمیز که تو خانوادهشون بوده، هادی خورسندی آمده بود، انقدر قشنگ تعریف میکرد که گفت اگر رفتین یه فروشگاه دیدین دو نفر وایستادن شبیه ایرانی ها هستن ولی نه تکون میخورن نه حرف میزنن، فکر نکنید اینا مانکن ایرانی گذاشتن اونجا، اینا ایرانی هن. چون شما رو دیدن نه حرف میزنن نه تکون میخورن تا شما رد بشین بعد شروع کنن. بعد شروع کرد گفت خیلی هاشون میگن واه واه اینجا هم ایرانی ها هستن، حالا انگار خودشون کره ما هستن. گفت یه جایی بودم یه نفر گفت که اه اه ایرانی، رفتم بهش گفتم خانم چرا گفتی دو تا اه، چهار تا اه بگو، اه اه ایرانی تو، اه اه ایرانی من. گفت یه جایی دیگه بودیم چند تا ایرانی صحبت میکردن، خانمه مثلا آقا رفته بود لباسشو عوض کنه توی این درسینگ روم یا فیتینگ روم میگن، چی میگفتیم تو اتاق، توی چیز میگفتیم اتاق پرو، این کلمه پرو یعنی چی؟ میگو برو پرو کن بیا. و گفت که صدا زد سرهنگ نیا بیرون. گفت ما یه وقت فکر کردیم که مگه کودتا شده که سرهنگ میترسه بیاد بیرون، حالا خانمه به شوهرش گفته سرهنگ نیا بیرون، چون مثلا دوتا ایرانی تو این فروشگاه بودن. در هر صورت کارمون خیلی خرابه، خیلی قدم ها باید برداریم تا درست بشه، ولی به قول آقای لادن امیدوارم همگام و همراه داشته باشیم. برگردیم به این برنامه که گفتم، یه فیلمی رو آقای پتیک برای من فرستاده، مصاحبه یه راننده تاکسی 75 ساله در ایران. همیشه دیدید مثلا من میگم من اگه تو ایران بودم تا حالا 3 بار بازنشست شده بودم. چرا؟ یه بار اون اوائل انقلاب و اینا برای که کار پیدا کنن گفتن هر کی میخواد میتونه حتی با سابقه های خیلی کم بازخرید بشه، میتونستیم یه پولی بگیریم بریم، بعد میتونستیم سر 20 سالگی 25 سالگی همینجور 30 سالگی اینها بازخرید بازنشست تفاوتش هم نمیدونه بگیریم بریم. و قصه میخوریم گاهی که چرا تو ایران نیستیم و اینجا هستیم و اینجا ببخشید میگن باید مثل اسب بار ببریم و مثل سگ بدویم، یعنی با سرعت سگ و با قدرت خر و اسب هم کار کنیم. امروز یه پیام براتون پخش میکنم، نماینده حزب خران برای من و شما پیامی فرستاده و توپش هم پر مواظب خودتون باشه. خلاصه این راننده 75 ساله تاکسی، براتون فیلمو میذارم، دیروز تا حالا چند بار پخش شده روی مردمتیوی.com، امروز هم میذارم روی فیسبوک، هم لینکشو میذارم که ببینید. و اولا اشک من در آمد وقتی که ماجرای زندگیشو گفت و اینها، ولی از اون ور
همینجوری آدم اشک شادی که یه آدمی با این انرژی مثبت میاد تو جامعه ایران با اون شرایط ایران و همینجوری که رانندگی میکنه تو این سن و سال به مسافراش دلخوشی میده، امید میده، شکلات و آب نبات میده. حتما این فیلم رو ببینید، راننده تاکسی 75 ساله خوش اخلاق، استاد دانشگاه سیار. یعنی واقعا ای کاش ما از این دانشگاه ها داشتیم که سیار دیدید، امامزاده سیار میگفتن تو ایران هست، که البته بی خود بود. امامزاده سیار یه امامزاده ساخته بودن، گذاشته بودن روی بنزخاور، روی وانت چیزی میخواستن ببرن یه جای دیگه، مردم آمده بودن نظر و نیاز میکردن. تو دوره شاه خود من 3 روز تو کرمانشاه زری و نمیدونم طلا و اینها برای کربلا آقای شاه داشت میفرستاد. اوزامون خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود که. در اصل این دانشگاه رو ببینید که به صورت یک تاکسیه و به صورت استاد خصوصی هر دفعه مسافر سوار میشه و میره، چون میدونید اونایی که معلم بودن، دبیر بودن، میدونن کلاس‌های کم جمعیت رو بیشتر دوست داشتن، به خاطر همین دوست داشتن تو مدرسه‌های خصوصی که اشتباهاً اسم مدرسه ملی گذاشته بودن روش، در صورتی که مدرسه دولتی که میگفتیم باید ملی بود، مدرسه ملی باید خصوصی بود، اسمامون هم غلط بمانه. خب آقای سوربی، هموطنانی داریم با لاتاری اومدن تا رسیدن به اینجا، تمام زندگیشون رو خرج کردن، چند ماه با اینکه بچه داشتن هنوز تلویزیون نداشتن، خونه اجاره اما یک موکت زیر پاشون نبود، ظرف و ظروف آشپزخانه هیچ هیچ، فقط پناهجویان نیستن. خانم شهلا شاهینفر یا شهینفر، این شاهین رو یا دو تا ای بنویسید اگر شاهینه، یا ایش رو بزرگ بنویسید که ما بفهمیم آ هست. و یه دوستی هم داریم آقای شاهینفر، ناصر شاهینفر، من یه دو بارم با ایشون مصاحبه کردم. بله، میگن درود بر شما و سپاس از برنامه‌تون. این سپاس هم که میدونید یعنی 3 تا پاس. این دوستانی که میگن درود درود درود، این 3 پاس یعنی 3 بار از شما ممنونم، منم 100 بار از شما ممنونم. ماجرای اگر تو یک قسمت من با ترامپ هم عقیده باشم، ماجرای لغو این لاتاری ها هست. خیلی از ایرانیام از من شکایت کردن که آقا شما مشکلت با اینایی که برنده میشن چیه؟ مشکلی با اونا ندارم، مشکل با این سیستم غلط دارم که افرادی که اینجا دارن مالیات میدن، داره غیرقانونی زندگی میکنه، داره بدون گواهینامه رانندگی میکنه، بعد یه فردی رو از ایران میارن اینجا، نه فقط ایران، کشورهای دیگه، و بیشتر این خانواده ها به جدایی منجر شده. یا خانمه میاد اینجا زود میره سر کار و اینها، مرده دیپرس میشه، افسرده میشه، یا مرده میاد اینجا چشمش میخوره به یک خانم چشم آبی بلند و فلان، میره دنبال اون زنشو ول میکنه، زنی که اینقدر در نداری، در بدبختی، در بچه دار شدن، در بچه بزرگ کردن بهش کمک کرده. و این اصل خانم. بعضی هاشون هم وقتی میان، یعنی من دو نوعش دیدم، اونایی که جوانترن میان اینجا فوری اینجوری میشن، اونایی هم که مسنترن که دیگه نگو و نپرس. و این او شاهین پر است. بله دیگه شاهین، حالا یا پر یا فر، این فر ایزدی همون پره دیگه. در هر صورت اینم از این ماجرا، شاهین ان شهین. بله نمیدونم، سم میگه، سعید میگه شاهین ان شهین، ولی من دیدم که توی فارسی اونایی که میخوان آ رو آ بگن، اگر حروف رو لوور کیس مینویسن اونو کپیتال مینویسن، بزرگ مینویسن، ولی به اصطلاح بالاخره باید یه جوری بگیم که طرف فامیل رو وقتی میخواد پرنانس، یعنی تلفظ کنه، اونم خجالت نکشه که ممکنه اشتباه انجام داده باشه. راننده تاکسی رو بهتون نشون میدم، میخواین چند دقیقهش با هم ببینیم، بذاریم ببینم این پرونده قبول میکنه، این به اصطلاح انکودر ما که تاکسی ایران و
با دقت این برنامه رو بعد از برنامه خودم براتون پخش میکنم تا آخرش نگاه کنید و ببینید که چه میگذرد در ایران. و هنوز هم داریم افرادی که نه، اینجا متاسفانه نشون نمیده، براتون رو این یک کامپیوتر نشون میدم، گفت که بهش کلک میزنیم. چرا؟ راستی میگفتن کلک رشتی بهش زدم. اینم دنباله جوک و اینها بود یا نه؟ این آقای رشید پور یا رشید زاده که معرف حضورتون هستن، میگن یک گوینده توانایی هست، ولی ما والا گوینده های توانا زیاد داریم، ولی مثل که اینا فقط تو ایران اونایی که فک و فامیل توانایی داشتن پاشون به تلویزیون رسیده. بفهمیم، بفرمایید با هم ببینیم. برو با هم دیگه دور بزنه ببینید تهران چه خبر. کلی توریست ها و مسافرهای خارجی با ایشون عکس گرفتن، سلفی گرفتن، فیلم ازش ثبت کردن، بردن به بلاد خودشون که بگن در تهران راننده های تاکسی اینجوری وجود داره. کسی که اینجا نشسته و مثل دستگلی که برای ما آورده خودش هم دستگل هست، جناب آقای دهباشی نازنینه. آقای دهباشی سلام عرض کرد. سلام از دست باش زد الان. خیلی خوشم آمدید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید خواهش می‌کنم. بشینم اینجا و ببینم این آقای دهباشیمون چرا انقدر گله. خوش آمدید. ممنون. من سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، ماجه توانمند و کشتی به عزیز صدا و سیما و همینطور بینندگان عزیزی که این برنامه خوب شما رو میبینن. با آرزوی بهترین ها رو برای همه شون دارم. سعادت و خوشبختی و موفقیت و عاقبت بخیر آرامش در خدمتون. عزیز دل منی، خیلی لطف کردین. بذارید از این دفترچه ها شروع بکنم. اینا رو مسافرایی که خیلی کیف میکنن در تاکسی آقای بهباشی براش یادداشت میذارن. چند جلد از این دفترچه ها دارین؟ 48 موجود، سه تاشو بردن امریکا برای رانندهای تاکسی لس آنجلس سال 75 خودمون. خب. راه و رسم زندگی پشت فرمان تاکسی با ریلکسیشن، در واقع آرامش. ریلکسیشن آرامش. یکیشو بخونیم ببینیم چی نوشته. امروز در راه. خب این فیلم رو بلافاصله بعد از برنامه خودم میذارم تا آماده بشیم برای آقای پرویز مینویی. حالا یه سوالی از شما دارم، مخصوصا از آقای خوشنودی، از سعید که کالیفرنیا هستن، از پتیک. اگر در رابطه با راننده های تاکسی و اینا هستین، این کتاب های این آقای دهباشی رو آوردن در لس آنجلس برای راننده های تاکسی، یعنی کجا تدریس میکنن؟ قدیما اگر شما میخواستی راننده تاکسی بشی، باید یک چیزی میگرفتی. هیچ چیزی آسونتر از مجری تلویزیون نیست. پیتزا میخوای درست کنی، باید بری اداره بهداشت ببینن تو کوفتی، مرضی، دیوانگی چیزی نداری، ولی مجری تلویزیون هیچ که امتحانت نمی کنه. راننده تاکسی که میخواستی بشی که مثل الان نبود آدرس بزنی ببرتت، باید بلد باشی با این تا فلانی میگه فلان خیابون به ترتیب اسم و حروف و جدول و اینها بری پیدا کنی، بعد حالا بفهمی از کجا باید بری کجا. اونجایی که شما بودی صفحه 2 بود، اینجایی که میخواستی بری صفحه 24 بود، چجوری این صفحه رو به اون صفحه بس کنم. و باید یه تقاضایی میفرستادی و میرفتی امتحان میدادی، مپ و صحبت کردن و اینها، و میشد فیس. اون وقت این فیس شما رو میذاشتن که این که سوار میشه بفهمه سوار یه تاکسی هست که این نقشه رو بلده، دو کلمه انگلیسی بلده. الان که خدا اوبر، اصلا طرف که میخواد بره اوبر بگیره نمیخواد با راننده حرف بزنه، اون آدرسش رو زده، اوبر هم آدرسه رو زده به چیز، این گوشی خودش داره موزیک خودش رو گوش میده، اونم میاد اینجا با موزیک خودش رو با دوستاش، یعنی دیگه ارتباط برقرار نیست. و در همین رابطه یه دوستی میگفت من هر وقت که این GPS استفاده میکنم، میگم شماها که قبل از ما اومدید آمریکا و این وسایل نبوده چه خاکی بر سرتون میکردین. گفتم اون موقع از مغزمون استفاده میکردیم، ولی الان این وسایل مغز ما رو کوچیکتر، تنبلتر و خلاصه. من نمیدونم این چه کسی به این بنده خدا گفته که من این کتابا رو بردم لس آنجلس و اونجا درس میدم، یعنی به کی درس میده
مثلا طرف تاکسی رانی داشته، داریم، خیلی ایرانیایی داریم. همین وکیل ترامپ مثلا یه شرکت تاکسی رانی داره که تو نیویورک، و ممکنه ایرانی هم باشن، همینجا هم بودن، ایرانی، افغانی که 50 تا 60 تا، اصلا تمام این تاکسی های دالاس ایرپورت مالی آقای افغانی بود به نام مسعود، نه مال خودش بود، امتیازش اون گرفته بود، بعد خیلی تیمسارا، سرهنگا اینا براش کار میکردن و اون امتیازش، یه چیزی هم بهش میگن مدالیانش، نقل 25,000 دلار بود که اوبر آمد تمام اینها رو زد خراب کرد. اتفاقا دو هفته پیش که فدرال امپلوی ها بیکار شده بودن و رفته بودن اوبر کار میکردن، شبا جوک میگفتن به راننده های اوبر، میگفتن حالا میبینی وقتی یکی دیگه میاد شغل شما رو میگیره چه احساس بدی داری، چون اوبری ها رفتن شغل چیزها رو گرفتن دیگه، شغل راننده تاکسی ها، شغل آژانس های مسافربری، شغل لیموزین ها و الی آخر. بله، میگن که در یوبر سیستم ریتینگ باعث میشه راننده ها با مسافر برخوردهای مناسب داشته باشن. بله، شما درست میگه، هر چیزی که میخوان بهش اعتبار بدن یه جوری میچسبوننش به آمریکا. حتی یکی که تازه مسلمون باشه اگه آمریکایی باشه بیشتر روش مانور رو اعتبار میدن. تمام دوران دانشجویی را در آلمان با رانندگی تاکسی سپری کردم و امتحان تاکسی در آلمان از کنکور دانشگاه سخت‌تر است. میدونم آلمان خیلی مشکل بود. آقا آلمان این بچه‌هایی که صبح می‌خواستن برن آشغال جمع کنن، با همدیگه دعوا می‌کردن سر اون امتیازی که یه نفر شغلو داره، اون می‌فروخت مثلا دو روز این بره دو روز اون بره و خودش پادشاهی زندگی می‌کرد. خیلی وضع بد بود. آلمان خونه اجاره‌ای شما اگه داشتی از روش می‌تونستی پول بسازی، بدیش اجاره به یکی دیگه و اینها. یه اتاق اگه میخواستی پیدا کنی باید میدویدی روزنامه اونجایی که چاپ میشه شما زودتر بگیری، زودتر زنگ بزنی که چی بشه. ولی آمریکا میگه بیا اینجا اجاره کن، 3 ماه اول مجانی، بیا اینجا اجاره کن، یه تلویزیون هم بهت میدیم، بیا اینجا اجاره کن، نمیدونم استخر و جیم و اینها هم مجانی. بی خود نیست، همه دنیا دارن خودشون رو به 1000 آب و آتش میزنن تا برسن اینجا. با همه این که درباره این فیلم صحبت کردم، راننده تاکسی، حتما دیدنش رو به شما به اصطلاح پیشنهاد میکنم، سفارش میکنم و ببینید. بعد از برنامه خودم این فیلم رو هم از مردم tv.com و هم روی فیسبوک لینکش رو میذارم تا شما هم ببینید. و اما گوشت الاغ از برزیل. اولا این ماجرای گوشت، اینم مثل ملخ بود. آقا یه جایی شما میری مثلا میگه همبرگر اسب، یه جایی میری میگه گوشت خرگوش، یه جایی میری میگه پای قورباغه. اینا خیلی حالا این گوشت خره، اون گوشت گاوه، اون گوشت فلان نکنید، ولی اینی که مردم ایران منتظرن که مثلا برزیل براشون گوشت بره بفرسته اونا گوشت الاغ میفرستن، خب این اصلا طبق همه شرایط و ضوابط بیزینس، تجارت، دین، عرف، مذهب غلط. و من برای دوستان نوشتم خب این یه دلیلی میشه که شما از گوشت خوردن منصرف بشی و بری سراغ سبزی خار، گیاهخواری. فقط سبزی هم نیست، گیاهخواری. از اونم یکی دیگه بدتر هست، ویگن بهش میگن. اون مثل که دیگه گیاه، این بیچاره دختره بود دیوونه شد، زد چند نفر رو کشت و خودش هم کشت. اون خانمه توی تلویزیون مردم هم برنامه داشت. حالا فکر نکنید چون تو تلویزیون مردم برنامه داشت دیوونه بود. این قبل از اینکه بیاد اینجا تو تلویزیون E2 برنامه داشت و من یکی از کارام اینه وقتی یه ویدیویی رو میبینم از یه نفر باهاشون تماس میگیرم، میگم میتونید در تلویزیون مردم هم برنامه داشته باشید. که بعضی از این صاحبان تلویزیون ایرانی هم تنگ نظرن هم کوتاه فکر، زنگ میزنه آقا سربی مشتری ما رو حالا دیگه میخوای از دستون در بیاری؟ میگم چی شده؟ میگه شما به فلانی گفتی میتونه اونجا هم برنامه داشته باشه. میگم شما مصرف هم رو در جمله 100 بار بنویس یاد بگیری. وقتی میگن هم، یعنی شما اگه رفتی خونه آقای اکبری، رفتی خونه آقای خوشنودی، میگم شما اینجا هم میتونی بیاد. معنیش این نیست نرو خونه خوشنودی، معنیش این نیست نرو خونه اکبری، میگم اینجا هم بیا.
ولی اگه آقای خوشنودی یه خونه کثیفی داشته باشه، خوراک درست خوب نپزه، آقای اکبری مثلا چی میگه با مهموناش بد رفتاری میکنه، اونا باید بترسن که اگر سوربی رفت یه روز مهمان ببخشید اگه مهمون ما رفت یه روز مهمون سوربی شد دیگه بر نمیگرده. این اتفاق بارها افتاده. این آقای بابک هروی برنامه داشت در تلویزیون ایتو، وقتی آمد اینجا گفت آقا این اصلا امیدوار دیوانه است. گفتم چرا؟ گفت اینجوریه. گفتم عصبیه. دیوانگی با عصبی بودن فرق میکنه. در هر صورت تمام اونم هم. و اما نوکیشان مسیحی، خیلی ها فکر میکنن این دوستان وقتی میرن مسیحی میشن فوری کلیسا وسائلی رو براشون فراهم میکنه که کمکشون کنه، ولی دیدین این دوتا دوستی که آمدن اینجا، خانم پریا کریمی و آقای وحید میر حساری، من ایشون رو به عنوان علی مرادی میشناسم، در صورت اینها میگن نه همچین چیزی نیست. و اما دیدید که یه روز میگه که اگه صبحونه رو مرتب نخورید چاق میشه. باورتون میشه؟ حالا میگه اگه صبحونه رو مرتب بخورید چاق میشی. این داداش من گاهی وقتی میگه صبح که دارم میرم کافی تو دستمه، داره میگه کافی بده، قلبتون اینجور اونجور، از که دارم میام میگه کافی خوبه، صبح که میخوایم بریم صبحونه بخوریم میگه تخمق بده، از که داریم میام میگه روزی دو سه تا تخمق حتما بخوری. آدم نمیدونه چیکار کنه. در صورت پریروزا تو رادیو میگفت که صبحانه خوردن هر روز و سر وقت و سر موقع باعث میشه که چاق بشین. اونم ماجرای گوشت الاغ، یه ویدیویی هست اصلا این کشتن الاغ. حالا درسته که توی سلاخونه هست، توی اسلادر میگن، اینجا اسلادری هم چیزی هست، ولی بازم وقتی آدم میبینه دل آدم ریش میشه. با وجودی که خب این گوشتی که میری میخری تو بسته‌بندی، این هم تا دیروز پریروز، اگه نگیم تا ماه پیش سال پیش فریزش کرده باشن، یک حیوانی بوده، برای خودش داشته نفس میکشید. و اما امروز دوشنبه است، 4 فوریه 2019 برابر است با 15 بهمن 1397. کدوم بهمن؟ همون بهمنی که خانم مریم قجر رجوی میخواد فیل هوا کنه. اینجا وقتی میگن فیل هوا کنه، این بالونایی که درست میکنن و اینها، این حزب جمهوری خواه، بدونید که اون سمبولشون یکیش الاغ خره مال دموکرات ها، یکیش جمهوری خواه ها یه فیله، و میگن اینا فیل هوا میکنن. حالا ما نمیدونیم چیز مجاهدین چون به ریپابلیکن ها و نئوکان ها و کانسرویتیو ها و تندروهای آمریکا که همه دنبال جنگ و جنگ افروزی هستن آویزون هستن، اینا ریپابلیکن هن یا فقط آویزون هن. و ببینیم با این فیل اونا هم هوا میرن یا نه. یادتونه میگو یه توپ دارم قلقلیه، نمیدونم رنگش سفید و آبی و کیچیه قرمزیه، میزنم زمین هوا میره چون که میانش خالیه. حالا اینا هم بالاخره فکر کنم باید برن هوا. اشرف و عراق و آباد کردن، الان آلبانی رو آباد کردن، دکتر میبرن برای آلبانیا. تنها جایی مونده مجاهدین برن هوا، برن مریخ، برن کره ما، برن اونجا رو آباد کنن. خب این آقای فرخ یادش میره که به ما قول داد فارگلیش ننویسه یا فنگلیش ننویسه. نالا میخونیم دیگه، دوستش داریم ما. میگه من راننده تاکسی دالاس ایرپورت بودم، باید نقشه بخونی هتل و اینها، هاسپیتال و اینها رو بلد بودی. حالا هر کس از هر جای دنیا بیاد و انگلیسی هم حرف نزنه و راننده تاکسی میشه. بله، میگه که مجید خوشنودی میگه مجاهدین خر هوا میکنن. آخه خر سمبل دموکراتان. صحبت از خر شد، بذارید من پیام این دوستمون رو که قبلا هم درباره خران و حزب خران صحبت کرده بود بذارم و با هم گوش بدیم. من هم یک جرعه آب بنوشم. گفتم یه نفر زنگ زده بود، پیغام گذاشته بود آقا شما گفتی من آب بخورم، ما آب رو می نوشیم، یا شما تو برنامه تون گفتید من جرعه آب بنوشم،
ما تو فارسی میگیم آب بخورم. گفتم آقا take it easy، خیلی خیلی به خودت سخت نگی، سخت گیرد روزگار بر مردمان سخت گیر، یا به قول آمریکایی‌ها take it easy. برم دنبال این اسم دوستمون برای انسان‌ها از خران، فکر کنم این باشه. بله، اینو من متوجه نمیشم. شما نوشتید این صدا در اینجا پخش شده به من هم رسید، یعنی از تلویزیون مردم پخش شده یا اینکه روی به اصطلاح سوشال میدیا و اینها پخش شده و شما هم رسیده؟ در هر صورت قشنگه با هم گوش بدیم. من تو این فاصله این صدای مردم از تلویزیون مردم رو برای شما میذارم اینجا. این عکس رو ببینیم اگه بشه بکشیم بیاریمش اینجا. اینم حالا نمیاد، چرا نمیدونم، به قول معروف I don't know، گیر کرده. حالا گاهی وقتی مال شما اینجوریه که این ماوستون به جای ماوس شیشه عمرتون رو نشون میده، اون hourglass میگن که شیشه داره خالی میشه و شما خیلی خوشحال میشی که این زودتر تموم بشه، شنا که داخلشه بیاد بره پایین. حالا که دیگه جدیدن این ویندوز 10 و اینا شروع کرده اینجوری، بعد یه مدت که اینجوری میکنی هیپنوتیزم میشی. دیروز یه سگی رو نشون میداد، سگ آدم ها رو هیپنوتیزم میکرد و این پروفسور انصاری چقدر خوشحال بود که میتونه آدم ها رو هیپنوتیزم کنه. بله، صدای مردم آمد، این پلیر تو، این صدای مردم از تلویزیون مردم. حالا این دوستمون نماینده به اصطلاح خرها هست و ما هم خرها رو به عنوان مردم قبول داریم. بفرمایید. کمی صبر کنید. تاریخ هر روز. آقای پارسا سربی، تلویزیون مردم، ایالت ویرجینیا، ایالات متحده آمریکا. این نامه را به شما و تمام کسانی می‌فرستیم که هنگام عصبانیت و ناراحتی و به هدف تحقیر دیگر انسان‌ها به خود اجازه می‌دهید نام ما را به عنوان اهانت به طرف خطاب کنید. شما انسان‌ها هنوز چیزی یاد نگرفته و دانش به دست نیاورده بدون فکر و اندیشه به ما خران اهانت می‌کنید و صفت‌های انسان‌ها را به ما نسبت می‌دهید. آیا می دانید که چشم همه چیز می بیند به جز خود؟ شما نمی توانید عیب‌های خود را ببینید ولی فوراً عیب دیگران را می بینید. مگر ما چه عیبی داریم که شما انسان‌های آدم نشده را به ما تشبیه می کنید؟ آیا شما تا حال ما را با خود مقایسه کرده اید که بدانید عیب‌های ما کدام است؟ برای اینکه خدمتگزار انسان هستیم، هر روز ساعت‌های طولانی کار می کنیم، هرگز مرخصی و تعطیلی نمیگیریم و شکایت هم نمی کنیم، ما را نافهم تصور کرده اید؟ چرا فکر نکرده اید که ما آفریده هایی وفادار هستیم؟ در برابر خوراکی که به ما می دهید از شما با کوشش و فعالیت بسیار خود همواره تشکر می کنیم. ما خران اولاغان از صفت های وفاداری و قدردانی برخوردار هستیم. هرگز به صاحبان و دست کمک و محبتی که به طرف من دراز شده خیانت نمی کنیم. ظاهر و باطن و درویی نداریم. در برابر محبت کننده تعظیم نمی کنیم و در پشت سرش هم بدی نمی گوییم. نمک شناس هستیم. ادعای قهرمان بودن هم نداریم. با یک ضربت زدن به ما قهر نمی کنیم. فرار نمی کنیم. اعتصاب نمی کنیم. که به شما اجازه داده که ما را نفهم تصور نمایید؟ ما وقتی دنیا می آییم، آفریدگار تمام نیازهای ما را در مغز ما کاشته و به فراگیری نیازی نداریم. این شماها انسانها هستید که با مغز خالی به دنیا می آیید. باید همه چیز را فراگیرید و تا آخرین روز از عمر خود به فراگیری ادامه دهید. هنوز چیزی یاد نگرفته، ادعای فهم و شعور کرده و خود را برتر از دیگر انسانها و همه موجودات تصور می کنید. ما بدون اینکه درس بخوانیم و نیازی به تجربه داشته باشیم، ماده من بدون کمک خارجی زایمان می کند. هنگام زایمان جیغ و فریاد بر نمی آورد. ماده ما درد خود را تحمل می کند. کره من تا
پس از چند لیز خوردن از مادر برپا ایستاده و به طرف پستان رفته و شیر میخورد. کدام یک از نوزادان شما این قدرت و درک و فهم را دارند؟ باید چند روز زنانتان درد جمع شدن شیر در پستان را تحمل کنند تا انسان تازه به دنیا آمده ای نافهم درک کند و بداند پستان چیست و چگونه میتواند با شیر خوردن زنده باشد. کره های من مادر خود را در میان گله خران میشناسند و گم نمیشوند. نیازی به فراگیری امور زندگی نداریم، فقط با یک بار به طرفی رفته راه را یاد گرفته و صاحبمان خدمت میکنیم و به طویله با و طویله اون باز میگردیم. شما گم میشید و تشخیص راهیابی ندارید. ما خران در تاریکی هم با استفاده از حس شامه میتوانیم راه طویله و خانواده من را از مسافتهای دور پیدا کنیم. در برابر ما شما انسانها باید هر موضوعی برایتان تکرار شود. به نقشه و دستگاه مراجعه کنید، مشق بنویسید و سالها تحصیل کنید تا چیزی فرا گرفته و با کلک و دروغگویی به زندگی خود ادامه دهید. اگر شما را در بیابان تنها بگذارند بعد از مدتی میمیرید. ما به تنهایی میتوانیم زنده باشیم و منت شما و خر دیگری را نکشیم. احساس خطر را قبل از وقوعش درک میکنیم. زلزله را قبل از اتفاق با دوری صدها کیلومتر احساس میکنیم. احترام به خیش و همجنس میگذاریم. وقتی سیر شدیم کنار رفته و آخر را برای خر بعدی میگذاریم که او هم بخورد. شما انسان ها میخورید، هرچند هم که سیر شده باشید و جمع میکنید و طمعتان پایان نمیپذیرد. میخورید و چاق میشید و نمی اندیشید که چرا اینقدر میخورید و تا وقت مرگ حد و مرزی برای سیری خود نمیشناسید. تازه همه چیز میخورید. چیزی از موجودات و گیاهان این کره نیست که شما نخورید. ما فقط سبزه تازه و خشک میخوریم و تمام بدنمان تندرست است و از بیماری های گوناگون شما رهانیده ایم. شما فقط برای شکم و زیر شکم فعالیت میکنید و ما برای خدمت به انسانها. با این حال مفتخورها و تنبلها و پوفیوزهای شما خود را خدمتگزار میخوانند. شما انسانهای نافهم قبول میکنید. عجب از این همه ادعاهای پوشاری و نافهمی. با هم جنسان خود در یک طویله عمر را به سر میبریم. چشم به هم چشمی هم نداریم که زینی بهتر بر کمر داشته باشیم و افسارمان از طلا و نقره باشد. رای آویزان کردن مروارید و الماس بر دست و گردن دزدی نمی کنیم. به اموال دیگران هم چشم ندوخته و دزدی از صفتهای ما نیست. این صاحبان ما هستند که برای امتیاز گرفتن زینهای گران و رنگی پشت ما میگذارند تا بر دیگران فخر و پوز بفروشند. بعد میگویند خر همان خر است، ولی فقط پالانش عوض شده. ما نیازی به پالان نداریم. این نشیمنگاه شما انسان هاست که برای آسایش خود پالان میخواهد و پالانتان را عوض میکنید. برای شما پالان ارزش دارد و نه برای ما. چرا تصور میکنید که با تغییر لباس مغز خالیتان پر میشود و انسانی دیگر میشوید؟ چقدر نفهم هستید که فکر میکنید با پوشیدن لباسهای گران و آویزان کردن جواهرات که با خون ریختن هم ردیفانتان یعنی انسانهای دیگر که به ظلم و ستم و بردگیری از آنان به دست آمده مهم و فهمیده و زیبا میشوید؟ از خود بپرسید چرا این نافهمی و حماقت را درک نمی کنید و تمام اشتباه خود را نسل به نسل تکرار می کنید؟ تمام عمرتان ای انسان ها هنرتان در این بوده که انسان های دیگر را به بهانه های گوناگون از بین ببرید و تمام دار و مدارش را با یغما بچاپید. در ساخت اسلحه برای کشتن هم نوع خود در مسابقه هستید. تمام کوشش و فعالیت خود را برای از میان بردن انسان دیگر صرف می کنید. کدام خری را میشناسید که برای کشتن خر دیگر نقشه کشیده و یا در این راه پیش رفته باشد؟ بزرگی خود را در کشتن انسانهای دیگر میدانید. به هم نوع و یا حتی هم میهن خود رحم نمی کنید و فقط برای خرسندی و بزرگنامی رهبر تمام آنان را به مرگ در جنگ روانه می کنید. ما خران را که بی ارزش میدانید جهت کشف مین به صحنه های نبرد برده و قربانی می نمایید. خودتان قاتل هستید و نفهم و با این حال ما الاغان را نفهم قلمداد می کنید. تمام کسانی را که در تاریخ انسان ها بزرگ خوانده اید در بیشتر کشتن هم نوع خود سبقت داشتند، اما خدمت شما
خدمت ما به شما در تمام فعالیت‌ها به نظرتان نیامده و قدرت تشخیص خوبی‌های ما را ندارید. رهبرانتان هر که باشد سعی می‌کند که صفت‌های ما را در شما بکارد، یعنی مطیع و سربزیر. ما احیانا آهی از دل برمی‌آوریم و می‌گوییم انسان ظلم بس است. اگر شما این سخن را برآورید، رهبرتان شما را سر بریده و یا به زندان می‌اندازد. خنده‌داران که انسان‌های ادعای فهم و شعور می‌کنند، از دموکراسی و عدالت سخن می‌گویند، خواهان آزادی هستند، اما وقتی به این افراد سخنی مخالف بیان کنی، فوراً جهت اهانت می‌گن عرعر می‌کنه. مگر عرعر ما چیزی جز شکایت است که شما می‌کنید و دعوت کننده به پاسخ مثبت به آن هستید، اما نمی‌فهمید و ما خران عاقل و بردباریمان را اهانت می‌کنید. پدر بزرگتان بدون ما خران نمیتوانست برای شما نان آورد و سیرتان کند و یا جا به جایتان نماید و برای زنده بودن و یافتن آذوقه کوچ کنید. تا کنون جاهایی هست که فقط ما میتوانیم شما را به آنجا برسانیم. با این همه نافهمی انسان و عدم تشخیص و درک، خوبی ها صفت نافهمی خود را به ما نسبت داده و ما نام ما را اهانت دانسته و تحقیر می کنید. بی فهم و شعور ما هستیم یا شما؟ تمام وقتتان را به هدف سکس و انجام آن می گذرانید. اغلب فعالیت هایتان به دنبال این مقصود دور می زند. تا حال هدف آفریدگار را در خلق درک نکرده اید. به دنبال ماده ها و نرهای دیگر انسان ها هستید. بعد هم هر کس برای شما این فعالیت را آسان و ساده کرد، آن انسان را با تمام عبارت‌های ناسزا تحقیر می‌کنید و کارش را بد می‌دانید. تمام نام‌ها و عبارت‌های زشت در فرهنگ نامه شما به اعضای سکس و آنان که آن را انجام می‌دهند خلاصه می‌شود. اما کسانی که همین کارها را برای پولدارها و قدرتمندان در میان شما به عنوان شخصیت‌های شرشناس و با نفوذ می‌شناسید، برایشان تعظیم می‌کنید. فراموش کرده اید که اگر این دستگاه فعالیت پدران و مادران شما نبود، هرگز وجود نداشتید که اینقدر خودبین باشید. تمام فحش‌های رکی که شما به اولین خانه ایست که در آن 9 ماه به سر برده و بعد به دنیا آمده اید. در فرهنگتان معیارهایی تراشیده اید که خودتان هم تضاد و پوچ بودنش را درک نمی کنید. در حالی که از قدرت ما در کار و تحمل مشکلات رشک می برید و آرزوی داشتن بعضی اعضای بدن مخران و نیرو و فعالیت ما را دارید، با این حال و چون از اعضای بدن و صفتهای عالی ما محروم هستید، فقط برای بزرگ نمایی راست و چپ ما را تحقیر میکنید. با این همه ادعای فهم و شعور، این تضادها را هرگز درک نمیکنید. کدام خری را دیده اید یا میشناسید که همینطور به دنبال جنس مخالف بدود؟ هم جنسی ما فقط برای افزایش جمعیت ما انجام میگیرد. ماده ما پس از حامل شدن هرگز به نری اجازه نزدیکی به خیش را نمی دهد. نرهایمان به خران و الاغهای ماده به آن وضعیت فوق العاده اولیا مخدره ها احترام می نهد. در میان ما تجاوز جنسی وجود ندارد. خردسالان ما را آزار و به خصوص جنسی نمی دهند. هیچ کدام از جنایت های شما انسان ها به یک دیگر را ما خران مرتکب نمی شویم. با این همه ما را پست و حقیر می دانید و انسان‌های آدم نشده و بد و پست را خر و الاغ می‌خوانید. اگر کمی انصاف داشته باشید به ما اطلاع دهید که نفهم و بی‌شعور کدام یک از ماست، شما انسان‌ها و یا ما خران. برای رفتار بد و زشت خود منطق تراشی می‌کنید و تصور و خیال بهشت و جهنم در مغزهایتان کاشته اید و هر کس که کار بدی کرد فکر می‌کند با رفتن به یک عبادتگاه و یا زیارت قبر یک انسان دیگر آفریدگار را فریب داده و آمرزش خریده و جرم و ظلم و گناهانش بخشوده می شود. نفهمی شما انسانها حدودی برای خود نشناخته و بیدرکیتان مرزی ندارد. کشته شدگان در جنگهای رهبران آزمند را شهید می دانید و با من به همان بهشت موعود می فرستید. کدامتان از آنجا بازگشته اید که اینقدر با آب و تاب از آنجا سخن می گویید؟ آیا آنجا هم فقط شما نفهمهای بیشعور رو جا میدهن یا جایی برای خران مظلوم مثل ما هم هست؟ این یه مطلب را هم خوب بشنوید. پس از آن اگر مغزی دارید فکر کنید و با انصاف از خود بپرسید که اگر نفهمی خریت است، کدام از یک
کدام یک از ما خر هستیم. بدون اینکه درک کنید، از روز ازل با تأسیس یک سیستم اقتصادی و اجتماعی خود را بنده اقلیت متنفس ساخته اید. هر گونه آزادی در فعالیت کاری و اجتماعی را این به علت این اصول از دست داده و در چارچوب رضایت آنها قرار گرفته اید. بدون اینکه درک کنید بنده اقلیت متنفس شده اید، یعنی با نافهمی و عدم درک و به علت عدم فکر کردن و پیروی کورانه بنده اقلیت شده اید. کار می کنید، زحمت می کشید و در پایان به آنان سواری می دهید و نمی دانید که شما خرید و نما. خر بودن در مغز شما انسان ها به معنی نفهمی و عدم احساس است. جواب دهید، کدام ما بی احساس و خر است؟ ما با طبیعتی ساخته شدیم که به شما انسان های حق نشناس خدمت می کنیم. بدون اینکه قدرت تشخیص و فایده ما را بدانید، ما ناممان خر است، اما خر واقعی و نفهم شما هستید. ما خران به شما خدمت می کنیم بدون اینکه تفاوتی برای ثروت و مقام شما قائل باشیم. بدون درک ظاهربین هستید و وقتی کسی را که سرپوش و لباس بلند دارد ملاقات می کنید، مانند آخوند و کشیش و موبد و نظامی، فورا تغییر قیافه، تغییر رفتار و تغییر گفتار و تغییر سخن گفتن داده تا آن مفتخر زورگور را از خود راضی نگه دارید. بدون فکر دنبال روی شاه و ملا هستید، هرچند که نفهم و نادان باشند. اما ما دنبال خری راه می افتیم که می دانیم ما را به مقصد می رساند. به اصل و فصل و نیاکانش کاری نداریم. احمق های بیشعور، ما شما را خدمت می کنیم بدون اینکه درجه بندگیتان را تحمل کنیم. ما ظاهربین نیستیم بلکه خدمتگزاریم. ای نمک نشناس های بی انصاف پرمدعا و پوفیوز، با برتن کردن لباس بدنتان را وسیله آویزان کردن معادن و پارچه های بیفایده کرده اید که فقط بر دیگر هم نوعان خود پوز و افاده بفروشید و زشتی های اندامتان را مخفی کنید. ما خران همانطور که دنیا آمده این بدون تغییر و نیاز به پوشش باقی مانده و در تمام اوضاع و فصل‌ها به شما خدمت می کنیم. بزک و بزک هم نمی کنیم که ظاهر سازی کرده و کسی را فریب دهیم. لکه شما انسان های کوته فکر، ظاهر ساز و مقلد و نافهم هرگز آدم نشده و نخواهید شد. شما به هم نوع خود رحم نمی کنید. ما چه انتظاری می توانیم از شما انسان ها داشته باشیم؟ این اولین و آخرین اختار به شما و تمام آنهایی است که قدرت فهم و آشنایی از ما خران و علاقان را ندارند و صفتهای عالی و برتر بودن ما را نشناختند. از اهانت به خران هنگام سخن گفتن و یا معامله با یکدیگر دست بردارید. در صورت تکرار در دادگاه بین المللی سازمان خران شما را به دادخواهی می‌خوانیم و با عدالتی که از آن اطلاع ندارید به سختی مجازات خواهید شد. شما انسان‌ها در تاریخ خود ثابت کرده اید که بجز با زور تغییر نکرده و چیزی فران نمیگیرید. شاید با زور ما الاغان و خران آدم شوید. با آرزوی تغییر شما و عدم اهانت به ما، خر خدا، دبیر کل شورای بین المللی خران. خب خر خدا، اینم که نشون دادید که خرها هم سلسله مراتب دارن و درجه و اینجا چی میگن؟ آقای خوشنودی میگه که خب همین که مجانی خدمت میکنید، چوب میخورید و بار سنگین جا به جا میکنید، به همین دلیل هست که بهتون میگن خر و خر هستید. آقای فرخ هم میگه در این حال من خرم. خیلی ساده. بله، من سالها پیش تو تلویزیون رنگارنگ گفتم که این حزب خران، بعد یه آقای زنگ زد از انگلستان با شور و هیجان، آقای سوربی لازم نیست حزب خران را بندازید، اینا ما داریم و اینجا هستیم و فلان. بعدم مثل تمام احزاب دیگه هیچ خبری ازش نشد، ولی این دوست ما دل پری داشت. البته ایشون یه سوالی از من کرده بود که یه مقداری تکنیکیه و من نمیدونم چه کار کنم. شاید الان دست به دامن، اگه این مجید دامن میپوشه دست به دامنش بشیم برامون یه فیلم پر کنه. این دوستان با این تلفن، این تلفن دیگه کامپیوتره، یعنی شما فیسبوک میتونید داشته باشید، ایمیل میتونید داشته باشید، وبسایت میتونید بهش دسترسی داشته باشید. حالا هر کسی بر اساس توانایی خودش
آمده مثلا اگه این 1000 تا کار انجام میده، سوربی از 3 تاش استفاده میکنه، تلفن میزنه، تکس میفرسته و عکس میگیره، چارت ویدیو هم میگیره. ممکنه خوشنودی جوانتره، تکنیکال باشه و از 30 تاش استفاده کنه. اکبری آلمان زندگی میکنه، از اینم تکنیکال تر باشه، چه میدونم تکنیکال میگیم، 50 تاش استفاده کنه. این دوستمون پرسیده که تلفن من چرا نمیگیره. ببینید روی این تلفن‌ها مثل قدیم نیست که شما بتونید دسترسی پیدا کنی به وبسایت و اینها، باید بری و اپلیکیشن اونا رو بذاری. اینم اپ یه چیز جدیدی بود که با آیفون و اینها شروع شد، الان دیگه تمام تلفن‌ها که اینو دارن هیچ خبر بعد این که کامپیوتراتون هم دیگه اپی شده، اخی شده. کامپیوترها هم از ویندوز 10 اگه نگاه کنید شکلش مثل آیفونه، و اون پولی که آقای بیل گیت قرض داد به استیو جابز اینجا داره نتیجهش هنوز میگیره، بی خود نبود، ولی این بیل گیت پول به عمش هم نمیده. در هر صورت وقتی شما میرید اینجا، من حالا این باز کنم، مثلا وبسایت من اپلیکیشن هایی که دارم اینه، شما اینه مثلا میزنی، این مال مردم تیویه، میاد باز میشه، حالا نمیدونم تو این هست یا نه، بله به صورت یوتیوبه، رو این میزنیم، حالا نمیدونم باز میشه یا نه، بازم میگه برو تو ویدیو، وقتی میزنی اینجا نگاه میکنی. یکی مینی از فیسبوک میره میزنه، مثل که آقای مانی این کار میکنه. یکی مینی با تلفن، الان اینه نمیدونم برنامه مال امروز یا ویدیوهای کهنه‌مون رو نشون میده، در اصل خیلی وقت اینو نگاه نکردم، ولی ببینید تمام ویدیوها اینجاست. الان واقعا اون تبلیغی بود که میگفت عزیزم تلویزیون، اگه تلویزیون فلان اسم جهانه اصفهان، نه شاب لورنس، اگر اصفهان ما نصف جهانه شاب لورنس، تبلیغ شاب لورنس بود که میگفت همه جهانه، برای خانمش تلویزیون خرید بود. در صورت شما الان همه دنیا و جهان رو میتونی، الان اینجوری میکنم بسته نمیشه، بدر خاموشش میکنم تا بعد. این خاموش کردن اینم یادتون باشه، بعضی وقتا هر از مدتی کلن خاموشش کنیم. اون وقتا ما شب، اون وقتا اول که تلفن هر وقت که میخواستیم استفاده کنیم روشن میکردیم، بعد که دیگه بیشتر استفاده کردیم شب تا شب خاموشش میکردیم، مثل بچه آدم میذاشتیمش یه جایی هم داشت ماونت یا جایگاه، میذاشتیم رو جایگاه چارج میشه. بعد که دیگه روشن شد و اینا، الان اگه به یکی بگی تلفن تو خاموش کن، اصلا بلد نیست چجوری خاموش کنه، چون دیگه همش روشن. تلفنتون هر هفته ای دو هفته ای یه بار کلا خاموش کنید، دوباره روشن کنید و بعدم ببینید چه استفاده میخواین ازش بکنید. میخواین با تلفن تماس بگیرید، تلفنی گوش بدین، یا میخواین با تلفن روی فیسبوک تماشا کنید، یا میخواین رو تلفن مردم تیوی دات کام نگاه کنید، یا میخواین رو تلفن مردم ریپورت دات کام نگاه کنید. همه این امکانات هست، شما و این دنیایی که توی دستتونه، شما تصمیم میگیرید چه کار انجام بدید. میگه این تبریز is coffee shop called کافه خران. بله، میگه در تبریز یک کافی شاپ، همون قهوه خونه خودمونه. و چرا تو ایران که اینقدر ما اهل چای خوردن بودیم میگفتن قهوه خونه؟ لابد اولا قهوه بیشتر میخوردن، نمیدونم. در اصل میگه که توی تبریز یک کافی شاپی هست، یک قهوه خونه هست، یک کافه کوچولو هست. به این کافی شاپ ها اگه بگی قهوه خونه، بعضیا بهشون بر میخوره و بهش میگن کافه خران. خلاصه اینم از دوستمون که دل پری داشت و خیلی هم قشنگ نوشته بود و ارائه داد و اینها. خب ببینیم که حالا اینجا چی براتون گذاشتیم. 3:13 است، من 3:30 ازتون خداحافظی میکنم، 29 دقیقه، شاید هم 3:45، بعد 29 دقیقه اون فیلم راننده تاکسی است در ایران، آقای دهباشی، و واقعا گوش بدید به داستان این بنده خدا که از هر اتفاق بدی هم که تو زندگیش افتاده، این آمده یک به اصطلاح درسی گرفته و یک کار خوب انجام میده. حالا نگم براتون یا بگم، خودتون نگاه کنید بهتر. شکار هوایی با قلاب، این همه این خره توضیح داد، رئیس خران آمد اینجا توضیح داد، حالا ببین این آدم چه کار میکنه.
بدبخت این جانورا از دست ما حیوان دو پا واقعا آسایش و آرامش ندارن، نه توی آب، نه توی هوا، نه توی سوراخ زیر زمین. ببینید این آقا چی کار میکنه. و دوباره طبق معمول تلفن عمودیه، ما اینجوری به شما نشون میدیم، دو طرفش سیاه میشه ولی عیب نداره. ببینید داره یه بندی رو میبنده به یه چیزی و پرتش کرد بالا. بیچاره این عقاب شاهین کلاغه، نگاه کن. بله. چی بود؟ حالا اون چیزی هم که پرت میکنه بالا یه رنگ قرمز داره، نمیدونم اون هم سر یه مرغ، سر یه حیوانه، چیه؟ در هر صورت برای این دوستمون نوشتم امان از دست این حیوان دوپا. منظورم از حیوان دوپا آدم بود. و اما رئیس جمهوری عراق گفته که ترامپ برای رصد ایران از داخل خاک ما از بغداد اجازه نگرفت. من برام خیلی جالبه، اینایی که انتظار دارن ترامپ به قوانین بین المللی احترام بذاره، به قوانین حقوق بشر احترام بذاره، این به خانواده خودش احترام نمیذاره. دیدم یه آقایی با شور و هیجان نوشته بود آقای ترامپ به حرف کمپوزیسیون گوش بدهید، نماینده کمپوزیسیون آقای رضا پهلوی را به نمیدونم کمیسیون ورشو را بدهید. بعد آقا چرا نگرانی؟ قبل از اون مجاهدین براتون انقلاب میکنن، برید اونجا. نماینده کمپوزیسیون حالا شد رضا پهلوی، چرا دروغ میگی؟ دیدم این آقای بگید کیه مال وایس آف آمریکا، کرده دوستمون آقای، یه ویدیوی درست کرده برای رفراندوم عباسی اسمش چیه؟ من فکر کنم اینا یابو برشون میداره. مثلا میگه ما یه وبسایتی درست کردیم، شما وقتی میای تو این رفراندوم رأی میدین هیچ که نمیتونه اینو هک کنه. ببخشید تو تلویزیون آمریکایی وقتی میخوان فوش بدن این دستشونو میگیرن اینجوری میکنن، همه ما میدونیم پشتش اینجوریه. آخه آقای فلانی اسمش هم الان یادم رفته، شما دیگه از وبسایت ناسا، از وبسایت گوگل، از وبسایت فیسبوک، از وبسایت دولت آمریکا هوملند سکیوریتی، از وبسایت بانک‌های معتبر دنیا، این ترکمونی که باز کردی رفراندوم این اون نه اون فلان سکیوریتی بالاتره. آخه من نمیدونم، اون وقتا میگفتن شما مغز خر خوردی، والا من فکر کنم اگه مغز خر خورده باشیم بهتر میتونیم فکر کنیم. بعد میگی بیان رأی بدین تا ما این آراء شما رو ببریم به دولت ها نشون بدیم. به دولت ها نشون بدی بگی چی؟ مگر اینکه دارید دروغ میگید، مردم بیان اونجا بعد شما برید نشون بدید بگید که مثلا 5,000 نفر، 10,000 نفر، 100,000 نفر آمدن آقای شرکت بست بای تبلیغ دو بده ما، که اونا هم دیگه این روزا وارد شدن. مگه اون آزادی های یواشکی نبود؟ یه دفعه یه شب 250,000 نفر آمدن. اتفاقا اون روز که من صحبت از تلویزیون جوان مردی، بله بله، ببینید من مشخصات طرفو که میگم، میگم هزیون میگه مثل مغز خر خورده، اکبری اونور اقیانوس آلمان میفهمه راجع به کی صحبت میکنم. آقای جوان مردی، شما جوان برازنده هستی، داری یه حقوقی از دولت آمریکا میگیری، بدبخت یه کاری نکن که این چیزا درد سر برات بشه. دیدید این آقای رضا اصلان نویسنده پژوهشگر اصلا اسکالر آمد تو سی ان ان یه برنامه درست حسابی داشت، یه دفعه وایساد فوش داد به ترامپ. البته بیچاره فوش زود داد، ولی این روزا که دیگه همه فوش میدن، منم که زودتر از همشون شروع کردم و کردنش بیرون. آقای علی جوانمردی، یه کاری نکن که بعد پشیمون بشی بیچاره. آخه این شما رفراندوم و مردم آمدن گفتن جمهوری اسلامی نمیخواهیم، میبری به کی نشون میدی؟ به دانمارک نشون میدی؟ به اروپا نشون میدی؟ به آمریکا نشون میدی؟
خجالت بکشید، مردم رو دست کم نگیرید، مردم رو احمق نانگارید. ما مثل این دوستمون صحبت میکنیم. بله، میگه این های سلیمانی میگه بابا این ناجوان مرد مزدور اسرائیله. لازم نیست مزدور اسرائیل باشه، این همین که داره حقوق از وایس آف امریکا میگیره نوکر و غلام حلقه به گوش ایناست. ولی ما میگیم آقا تو که قبول کردی غلام حلقه به گوشی، برو حقوقتو بگیر، حرفتو بزن، شبان برو دیسکو میسکو، چهار نفرم میشناسنت، حالا یکیش میاد بهت یه آبجوی میده، یکیش میاد باهات هر کاری، برو دنبال کارت خوش باش. اینجوری نیا به اینجا، میگن به فهم ما توهین نکن. Do not insult my intelligence، یه هم چیز میگن ها؟ به فهم ما توهین نکن. بنویسید اینجا براش ملت، منم میخوام تعداد شما بره بالا، برم سازمان ملل بگم نگاه کن این آقای اکبری هر روز برنامه من نگاه میکنه، خوشنودی هم نگاه میکنه، سلیمانی هم نگاه میکنه، سه تا یه دلار سه دلار به من بدی. ولی این آقای خسرو بهرامی گفت آقا اینا اسم مینویسن، نامه میارن، این ورور امضا میکنن، بعد با 300 نفر، با 500 نفر، با 5000 نفر هی میان توی سازمان ملل میگن به ما پول بدین، ما میخوام، ما براندازیم. دیدی اصلا فیسبوک طرف واز میکنی براندازم، میگم آقا چی براندازی؟ تو تنبون تو نمیتونی بکشی بالا. دیدی اون روز این دیوانه آرام سوگند، آقا اگر شما قصد براندازی داری، میگم آقا کرخه پوفیوز، من کی گفتم من قصد براندازی دارم؟ من اینجا نشستم در چی میگن اقیانوس آرامی ما یا اطلسی پاسیفیک، نمیدونم، در هر گورستونی که نشستم، من از اینجا میخوام براندازی کنم. سازمان مجاهدین با توپ و تفنگ کنار مرز نشسته بود، هیچ براندازی نکرد، گو اندازی کرد، خودش انداخت سر خودش، چه خاکی به سر خودش ریخت. برید دنبال اونا، اگه واقعا دنبال براندازی هستید برید دنبال اونا، برید این حرفای امیر وفا یغمایی رو گوش بدید، ببینید چه گذشته بر این سازمان، چه جنایتی در حق این بچهای جوان انجام داده. میگه خانواده ها میومدن میگفت من خاله اینم، عمه اینم، این خارجی های بیچارم که قدرت تحقیق و شناسنامه ایرانی که هر کی فامیلش بالا، بچه ها رو میدیدن سینا میره. میگه بعضی از این بچه ها رو تو خونه به عنوان نوکر کلفت، بعضی هاشون حتی به عنوان اسیر جنسی از استفاده میکردن. سازمان مجاهدین، آقای غلام ترشیزی، آقای فیلابی، آقای پرهام، کلاتون رو بذارید بالاتر. بله، میگه که چایی، این آقای نعمت الله میگه، امیر نعمت الله، تی واز اینتردیوس این ایران این لیت قاجار داینستی، سماور واز ایمپورتد فرام راشا فرست تو ایران. میگه که چایی به مردم ایران معرفی شد در اون آخرهای قاجار و اینا، ماجراشو میدونیم که اون تحریم کردن این چایی، قند رو میزنیم تو چایی میخوریم و اینا، میدونید دیگه، یکی اون بوده، یکم تنباکو، نه جنبش تنباکو فلان اینا. بعد میگه که سماورم، اصلا اسم سماور که میدونید روسیه، و اینم که یه چیزی اینجوری ساختن به خاطر سرمای شدید اونجاست که آتش میونه. میگه عجایب خلقتی دیدم در این دشت که آتش در میان آب میگشت. این یکی از معماهای قدیم بود که آتش در میان آب، سماوره. بله، میگه رئیس جمهوری عراق گفت که ترامپ برای رصد ایران از داخل خاک ما از بغداد اجازه نگرفت. کشورهای اروپایی گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. حالا این بیچاره 35 ساله هم ببینید کی یه تقی تیری در میره، جوان مرگش میکنن بره. و ونزوئلا، دیروز داشتم یه فیلمی میدیدم که ثروت نفت چه بلایی به سر این کشور آورده. بیچاره مصدق گفت ببندید در این چاهای نفت رو و بذارید ما مستقل باشیم. نه شاه گوش داد، نه شیخ گوش داد، و میبینید که وضع ایران هم اینجاست که میبینید. بازیکن سابق تیم فوتبال بحرین در تایلند با پابند به دادگاه برده شد. راجع به تیم فوتبال دیدیم که قطر برنده شد گویا، بعد رئیس جمهور قطر یا پادشاه قطر هر چی که دارن اونم رفت ملاقاتشون، رفت دوحه دیدشون اینها. یه زمانی هم میخواستن من از ایران ببرن قطر، قطر رو دوحه،
من چه جنس چه مرغوبی بودم. یه سری دوستان کلیمی با من تو هوا برد که هم دوره بودن، رامین بود اسمش، البته میگم من رامنم، میگفتیم رامین، میگم نه من رامنم، میگفتیم خب رامین دیگه، میگم نه رامنم. میخواست منو ببره اسرائیل، بعد برای من توضیح میداد، عکس آوردود نشون میداد، ببین اینا نشستن کنار دریا شطرنج بازی میکنن. گفت آقا ما که بازنشست نیستیم، من موقع 20 سالم 22 سالم میخواهم من ببره اسرائیل. بعد یه سری هم یک از اینایی که از ایران رفته بودن قطر و کشورهای عربی زندگی میکنن، بعد آمده بود این آقا، اصلا اسمش چی بود که سالن، آهان، زین العابدین اسمش بود. بعد به یکی از دوستان گفته بود آقا من 7 تا دختر دارم، 2 تا پسر دارم و میخوام یه نفر باشه که مطمئن باشه و اینها با ما کار کنه. منو معرفی کرده بودم، من اون موقع دانشجو بودم، برای اینا کار میکردم. اینا خیلی خوششون اومده بود از صداقت ما، صادقی ما، و میگفت که تو بیا بریم قطر الدوحه، پاساژ ناصریه که مال ما هست، بعدم با این پسر من شریک باشو، از انگلستان براتون لیلند و داف وارد میکنم. وقتی به بابام گفتم، گفت نه این به حرف عربا گوش نکن. گفتم بابا اینا عرب نیستن، اینا ایرانی هن رفتن اونجا. گفت نه اینا هم دیگه تنشون به تن عربا خورده. گفتیم باشه. این دو سه تا ماجرا بود. و بازی فوتبال ایران، آقای کیروش هم اینقدر حقوقای سرشار گرفت، حالا که رفته میگه ایران از قطر پول میگرفته. خب میگرفته که میگرفته، خب مشکل شما چیه؟ یه روز آمدی پول تو پس بدی بگی این پول قطری من نمیخوام؟ واقعا این بازی ها رو من، مثلا دیشب بازی اینجا بود، سوپر بار، بزرگترین بازی فوتبال آمریکا، مهمترینش، بین 2 تا تیم بود، یکیش مال لس آنجلس رم اوچ، یکی پیتریوت، تیم مال نیو انگلند وطن پرستان اسمشه، پیتریوت. و میشینن از 2 ماه قبلش حرف میزنن، تلویزیون ها فروش میره، وسایل فروش میره، اونجا 30 ثانیه آگهی رو میفروشن 5 میلیون، 30 ثانیه آگهی 5 میلیون. مردم هم میشینن مهمونی ها میدن، چیپس ها میخرن و اینها، و خود ساب کارا، خود اداره ها میدونن دوشنبه بعد از مسابقات سوپر بول تق و لق. میگه زنگ میزنن، خیلی ها میگن مریضن به دروغ، خیلی ها زنگ میزنن واقعا مریضن، نخوابیدن از بس داد و بیداد کردن، از بس مشروب خوردن، از بس خوراک خوردن، نمیتونن کار کنن، و چه بهتر که نیان سر کار. میگه اونی هم که به خاطر پول لازم داره میاد سر کار، سر کار همش فکر و ذکرش و صحبتش درباره برنامه فوتبال دیروزه. بالاخره پیتریوت هم برنده شد، سوات آقای فلانی حالا 7 تا انگشتر گنده داره، اون یکی انقدر فلان داره. بعض وقتا آدم خندش میگیره، بچه‌ها یه دوره بازی میکنن بعد میرن دنبال کار زندگیشون، ولی اینا بچه‌هایی هستن که هیچ وقت بزرگ نمیشن. آقای علی دایی الان چقدر، 50 سالش، 55 سالش، 60 سالش، هنوز بازی میکنه، مربی. اینا بچه‌هایی هستن که بزرگ نمیشن. توی فوتبال اینجا داریم، توی کشتی داریم اینا، ولی اینا هر کدومش باید یه دوره‌ای باشه، مثل دوچرخ سواری که دیگه بعد ول میکنی میری سراغ ماشین و نمیدونم دیگه هیچ وقت نمیری، اینجوری باید باشه. ولی اینا چسبیدن و پول میسازن. چه پولایی میسازن؟ میگفت که این مسابقات تو آتلانتا بود و استادیوم مال مرسدس بنز، البته not necessarily که لزوما مال این مرسدس بنز نیست، اسمشو که میزنن روش سالیانه اینقدر پول میده. همینجا یه چی بود میشه استیپل، بعد میشه فدکس، بعد میشه نمیدونم UPS، هی میشه ورایزون، هی اون شرکت ها پول میدن که اسمشون اینجا باشه. شما وقتی میخوای سوارشی یا میخوای بری به دوستت بگی که بیا تو سالن ورایزون همدیگر رو ببینیم، کالیفرنیا بود، استیپل بود و اینها، و عوض میشه. حالا این مسابقات در استادیوم مرسدس بنز بود. یه گزارشی تهیه کرده بود، میگفت سر راه از فرودگاه که مردم میخوان برن اونجا یا از شهر که میخوان برن اونجا، سر راهش بزرگترین چی میگن اینجا زبون محلیشون، تدیبار میگن یا تیدیبار یا استریپتیز. استریپتیز جاییه که این خانما خودشونو لخت میکنن، آقایون هم پول میذارن تو شورتشون، پول میذارن لای سینهشون، پول میذارن لای فلانشون بمانه.
بعد میگو که مثلا این خانمه بلند شده از فلانجا اومده اینجا، کفش و کلاه و فلان خریده که این دو سه روزه بتونه روزی $1,200 در بیاره. خیلی از اینا از اون شهری که میان $1,200 تو یه ماه هم در نمیارن. خب به خاطر این پولاست. کی میاد اینا رو کم کنه؟ ولی پتی قشنگ نوشته بود، نوشته بود آقا الان توی لس آنجلس پلیس و فلان تلویزیون و اینها که بارون اینجوره، مردم بی خانمانن فلانن، کی به اینا کمک میکنه؟ همه فکر فوتبالن، فوتبال آمریکایی که از اول تا آخرش ممکنه 3 بار با پا بزنن به توپ، ولی اسمش گذاشتن فوتبال. توپ از اول تا آخر تو بغلشون رو میدونن و هی با کله مثل میش، مثل گاو، مثل قوچ میزنن تو سر هم. همشون هم مغزشون اشکال داره. یکیش بود اون جوانه، نمیدونم گونزالس بود چی بود، یه دفعه پولدار شد و اینا، زد دوست موساشو کشت و اینا رو کشت. بعد دیدن اصلا این نمیدونم 90% مغزش، شیرازی ها میگن پورمک، کپک زده، خرابه، از بس ضربه خورده بهش. حالا این کلاه هم که میذارن فایده ای نداره. بله اینم از اینو. خب و اما ولی آقای جوانمردی گفته حتما رفراندوم شرکت کنید، چون ممکنه با این رفراندوم آخونده رو بکنیم بیرون. ببینید چقدر یه نفر واقعا به قول آقای لادن کمدان باشه. آخه نادان کسی که نمیدونه میگه راحت، ولی کمدان. این آقای پرویز چیز میگفت که الان فامیلش هم یادم رفت، اهل اصفهانه، کسیه که بنیاد علوی رو اینجا ساخته، میگفت از کمدانها بترسید چون خیلی خطرناکن. خب شکار هوایی با قلاب رو بهتون نشون دادم، آیرونیوز هم رئیس جمهور این تکرار سوال و یک خبر. آها اینه، میگه که برنامه صدای من به علتی که نمیدونم در موبایل پخش نمیشود، گفتار خران در اینجا و اونجا. این همونه، 2 روز پیش آقای آها توی موبایلتون که پخش نمیشه اون یه چیز دیگه است. مثلا میبینید فرمتی که ما داریم فرمت ویندوز، سیستم ویندوز، فرمتی که توی تلفن شما هست فرمت سیستم مک، مکنتاش یا اپل. اینا رو باید خودتون رو، اینا میگن ادوکییت کنی، دانش خودتون رو در اون قسمت ببرید بالا تا ببینید مشکل چیه. من نمیتونم یه نسخه بدم، اینجا به اداره ارتش نیست، یه نسخه بدم برای همه. یعنی یه چیزایی درست کرده بودن، مثلا جوراب، من همیشه میگم این چه جوری میشه، میگه one size fit all، پای اون یکی که 13 است، پای اون یکی که 8ه. خب اینی که 8 میپوشه این چی میگم، پاشنه پاش میاد پشت زانوش، چجوری one size fit all؟ one size fit all یعنی یه اندازه مناسب برای همه، همچین چیزی میشه؟ اگه اینجوری پس این خیاطا بیچارا چجوری اندازه میگیرن کمر اینقدر، نمیدونم طول، ارتفاع، چی ارتفاع، درازی شلوار اینقدر. بله میگی که 2 روز پیش آقای علا مشنوب یا مشنوب، یک نویسنده کربلایی که اخیراً مقاله‌ای نوشته و از آقای خمینی و اصولی را که پیاده کرده انتقاد نموده بود، دیروز در برابر خانهش با شلیک 13 گلوله کشتند. روشنفکران در عراق به صدا در آمدند. عموماً عراقی‌ها از تسلط و دخالت ایران شکایت دارند. عوامل خارجی نیز در تحریکشان دست دارند. این عراق هم مثل که بیچاره وضعش دور خوب نمیشه. و اما آقای خوشنودی میگه رفراندومش هم مثل همون کزاییست، جمهوری اسلامی آری یا خیر. میگه رفراندوم این هم مثل رفراندوم جمهوری اسلامی که اون میگه آری یا خیر، اینم آمده. نمیدونی با چه شور و حالی هم داشت خوشحال که 2% بیشتر نیستن و ما یک کاری کردیم که اینا نتونن بیشتر رأی بدن. خب اگه شما اینقدر کنترل دارین رو این، از اون ورم میتونید یک کاری بکنید که رأی خودتون میخواین زیاد بشه. میگه خاطرات احمد شاملو، پس از پیروزی انقلاب 57 بنا به دوستی و آشنایی که با ژان پل سارتر نویسنده و فیلسوف نامدار فرانسوی داشتم و سرمست از سرنگونی
رژیم گذشته بودم نامه‌ای به سارتر نوشتم و در انتهای نامه نوشتم جناب سارتر، شما از این بابت پیروزی انقلاب به ما تبریک از این بابت پیروزی انقلاب به ما تبریک نگفتید. بذارید من اینو پاک کنم، هی چشمک میزنه. بله، تبریک نگفتید. شاملو میگوید سارتر بزرگ به من جوابی داد که تا سالهای سال هنوز در مغز من درنگ میدهد یا زنگ میزهد، نمیدونم نوشتن درنگ میدهد. سارتر نوشت شما چگونه قیامی که رهبران آن روحانی و نتیجه آن حاکمیت حکومت مذهبی و روحانیون گردیده را انقلاب مینامید؟ مگر نه اینکه انقلاب دگرگونی رو به جلو است، شما برگشت به قهقرا کرده اید، این انقلاب نیست. سارتر ادامه میدهد شما در آینده ناچار مجبور به انقلاب واقعی خواهید شد و آن رخدادی چون رنسانس اروپا است، یعنی به زیر کشیدن مذهب از اریکه قدرت که هیچ زبانی جز انقلاب متاسفانه آن را چارساز نیست. نظر شما چیه دوستان؟ خب درباره نظر شما هم میتونید با تلویزیون مردم تماس بگیرید، در برنامه ها شرکت کنید و نظرات خود رو با تلفنی که الان اینجا براتون مینویسم اینجا یا با تکست برای ما بفرستید، ارسال کنید. شماره تلفن هست 202-695-2573. اگه یه جایی هستید دسترسی به کامپیوتر و اینها ندارید و تلفن براتون ارزونه، اونم تلفن آمریکا، با شماره تلفن 605-475-5883 میتونید برنامه‌های تلویزیون مردم موقعی که زنده است گوش کنید، موقعی که زنده نیست دیگه روی یوتیوب و اینها هست بگذاریم. بله، میگه سارتر. ببین این زبان فرانسوی و اینها مثلا اون تی آخرش خونده نمیشه، شما خیلی سخت نگیر آقای سم، حتما تیمت باخته که اینقدر با ما بد شدی، بچه ال ای هستی، تیمتون دیشب باخت. البته همون دیشب هم گله میکرد که بازی پرشور و حالی نیست. بله مالا تا اونجایی که من شنیده بودم تو ایران میگفتن ژان پل سارتر، حالا شما میگی چی؟ یه دوستی داشتیم آقای جعفر معبودی، الان هم کالیفرنیاست، شاعر هم شده، موزیسین هم شده. این اون وقتا وقتی یه طوری میشدیم میفهمید اشتباه کرده، هیچ وقت نمیگو ما اشتباه کردیم، من اشتباه کردم، میگو آقا مهم نیست، من که دوستیمو با شما سر یه مسئله کوچیکی مثل این به هم نمیزنم، منم که دوستی خودمو با شما سر یه دانشمند و یه شاعر و یه فیلسوف به این کوچولویی مثل ژان پل سارتر گفتی به هم نمیزنم که. نات سارتر، سارتر، نمیدونم چجوری تلفظش کنم، اب نداره. این ببینید اتفاقا این بارها گفتم، این که من یه چیزی رو میگم شما میفهمی منظور من کیه، تموم شد. یعنی من اگر گفتم کنگرماس دشت در جنگ، مثلا آقای خوشنودی میدونه بابا بی سواد دشت ارژنگ نیست، دشت ارژنه، درختای ارژن. اون یکی میگه آقا دشت ارژن نیست فلان، منظورمونو بتونیم بیان کنیم که بیشتر ما ایرانی ها حقیقتا به جای منظور زورمون رو میخواییم به دیگران بزنیم. و اما اون آقا داره رفراندوم میگیره که چنین و چنان، این آقا گرامی باد 40مین سالگرد روز پیروزی انقلاب ملت ایران 22 بهمن 1357. یه آقایی هست که من براش نوشتم آقا به نظر میرسه شما تنها کسی هستی که هنوز دفاع میکنی از این انقلاب، بیا مهمون ما باش، در برنامه ها شرکت کن. طبق معمولم اینا وقتی می نویسن از 5-6 صفحه کمتر نمی نویسن، چون می ترسن نمره انشاشون بد بشه. اسم این آقا، شماره تلفنش البته هست 912، یعنی هرچی میگه، چون تو ایرانه اون ماجرایی بود طرف رفت زندان، به زنش گفت من هر نامه‌ای با خط قرمز نوشتم باور نکن،
اونایی رو که با خودکار آبی می نویسم باور کن. شروع کرد نشست، وضع من اینجا خوبه، خیلی به ما میرسن، کتاب بهمون میدن، خوراک روزی 6 وعده میدن، خوراک های خوب اینا. آخرش نوشت البته من خودکار قرمز نداشتم امروز، به این دلیل اینا رو با آبی نوشتم. حالا این دوست ما هم همه رو نوشته، آخرش شماره تلفن ایران رو گذاشته، 0912. یعنی چی؟ فکر کنم آقا کنگر اینجا کجا گیر میاد؟ سربیه، سربی یه دونه ای. خیلی ممنون آقای مصباح عزیز. و نمیدونم شما آمدی کالیفرنیا، رفتی، هنوز هستی؟ همه یه دونه هست، مگه مصباح غلام حسین چند تا داریم؟ یه دونه است، ولی اون منظور شما یونیک هست. خیلی ممنون، متشکرم، حمایت یادتون نه. خب خانم مجید خوشنودی میگه کنگر کجا گیر میاد؟ یه چیزی اینجا هست، اسمش ممکن من درست نگم، آرتیچوف. این مثل کنگره حقیقتش. من همش تو فکر این بودم که یه بار بندازم تو ماس ببینم ماس کنگر میشه، یا یه بار باش خورشت کنگر درست کنیم. آقا الان این دیگه سعید جرون خدمت کرده، این چیزها رو خورده میدونه. نمیدونم کنگر پیدا میشه یا نه. اسم این آقا هم هست رضا درودی یا دارودی، که گرامی داشت 22 بهمن از ایران رو برای من فرستاده. من براش نوشتم آقا بیا مهمون ما باش و هنوز خبری نشده. بله میگه که پتیک میگه کاکو جون 6.5 تریلیون دلار، یعنی میلیون در میلیون. ما این میلیارد و بیلیون و تریلیون و اینا رو هم نفهمیدیم، تا خواستیم تو ایران بفهمیم آمدیم اینجا که هرچی پول داشتیم شد 2 دلار 3 دلار، دیگه لازم نبود بالای 20 دلار بلد باشیم. همچی که اینجا یه پولی گیرمون اومد، فهمیدیم 100 دلار چقدره، 1000 دلار چیه، دیدیم اینا همشون دارن از میلیون و بیلیون و میلیارد و اینا حرف میزنن. خلاصه من نمیدونم کدومش چند تا صفر داره، ولی میلیون میلیون یعنی 12 تا صفر. میگه یه شیش و نیم بنویسید، 12 تا صفر بذارید جلوش. میگه پول مال پنتاگون گم شده، نمیتونن پیداش کنن. بعد گفتم خب برای همینه که اینا جنگ میخوان. این بهشون میگن وار مانگر، جنگ افروزان. این مردی که سیبیل داره هر وقت بیاد نزدیکت میفهمی 3 روز پیش مجاهدین دیزی بهش دادن، بوی دیزی میده. جان بولتون. این بذارید من این اتوماتیک اینو روشن کنم، ما که حرف میزنیم اینم کار کنه، نمیشه اینجا مجانی بخوری کار نکنی، شما رو تلفن اینا رو بچرخون. بله آرتیشو که داره، نمیدونم اینجا نوشته سلیمانی آمریکان، این فکر کنم بهتر میدونه. پریکلی آرتیشوک، اینا نوشته آرتیشوک. بذار حالا من عکسش هم اینجا نشونت بدم. آرتیشوک دور از جونت، اوناییش که بده وقتی میخوری همون عین کنگره. بعد چی داره؟ یه چیز این شکلیه آقای خوشنودی. خیلی هم میگن بنفیت داره، خیلی هم سود داره، ولی اون چیزی که اون کنگرهای زرد و اینجوری که ایام بهار میومد، مخصوصا همون دشت ارژن و این بچه ها اون چیزایی که اونجا زندگی میکردن، میرفتن با این همه زحمت از زیر خاک و اینها در میآوردن، یکی اون بود، یکی یه چیز دیگه قارچ بود، ولی اونم زیر شن، زیر تو صحرا در میمد. شیراز بهش میگفتن دنبلان، ولی با دنبلان بره و اینا اشتباه نشه. و وقتی با پیاز داغ درستش میکردن، آقا دیگه نگو و نپرس. اینه اونی که من میگم، از اینم درازتره. بعد خود اینام توی لیوان، توی شیشه های مختلف. بله ایشون میگه من تلفظ آلمانی رو نوشتم آرتیشوک. آلمانی ها هرچی میگن مینویسن، هرچی مینویسن میخونن. به همین خاطر ما توی 22 ماهی که اونجا بودیم خوب آلمانی بلد بودیم، حتی به عنوان دولمیچر این برور میرفت. دولمیچری که ساعتی 1.5 مارک حقوقش میداد، سوشال ساعتی 1.5 مارک به ما حقوق میداد که دولمیچر باشه. آقای هادی خورسندی سال 2011 در همین آرلینگتون ویرجینیا میگه که ببینید
وای به روزی که حکومت بریزه پایین. خب اینا بلدن چجوری اجرا کنن، بعد یک کم صبر میکنه. مردم از تماشاچی ها میگن آقا چرا؟ میگه ببین اون وقت من و تو رو درواسی میمونیم، مجبوریم بریم ایران. آقا کی میخواد بره ایران؟ من حالا بعد 30 سال تازه انگلیسی یاد گرفتم. بعد میگه اولی که اومدیم انگلستان قبل از انقلاب بود، انگلیسی ها ما رو میدیدن لبخند میزنن، الان ما خارجی رو که میبینن کم مدیه توف هم بندازن. بعد میگه که دیگه من اصلا با کسی انگلیسی صحبت نمی کنم. فکر نه 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 با پستچی هنوزم انگلیسی صحبت میکنم. گوه اینم چند مدت پیش عوض شده، حالا یه افغانی شده پستچی، اینم من باهاش دارم دری صحبت میکنم. اون فارسی دربدری یاد میگیره از من، دریبری، من فارسی دری. ترجمه آرتیچوک به فارسی میشه کنگر فرانسوی. خب مزه همین اون مزه کنگر ما رو نمیده. مقاومت منفی، این فیلم در ایران تهیه شده، نظر و رأی مردم را نسبت به دین منعکس میکند. لطفاً همهش را به تماشایی. ببینیم چقدر به اصطلاح وقت میگیره. ببینیم این فیلم چیه، یک لحظه امانم بده و کم کم ما آماده رفتن بشیم. پرتاب موجود زنده به فضا و اینجا یک لحظه این صداش رو باز کنیم. یک روز پیش، یکم 10 تا چی ما باید ردیف کنیم برای که نداریم. این آقای مصباح هم به جایی که اینجا وایسه یه تلویزیون درست حسابی بزنه، بلند شده رفته آفریقا، مثل که اون حیوان ها بیشتر از ما بهش احتیاج داشتن. خب ولی دمش گرم، دیدم با بچه های آفریقایی هم اونجا به اصطلاح کارهای مردمی و مفید انجام میده. پرتاب موجود زنده به فضا و مریخ، 1 سال و 1 ماه 1 روز پیش. ظهر امروز و محل نگهداری موجود زنده‌ای که قرار است به فضا پرتاب شود. این میمون کاملا آماده است برای شرایط فضا. بیش از 1 سال هست که آموزش های مختلف، شرایط مختلف فضا، بار شبیه سازی هایی که ما بر روی زمین داشتیم اعمال شده و موجود به تدریج گام به گام به یک فضانورد تبدیل شده. این موجود زنده که به لحاظ فیزیولوژی شباهت زیادی به انسان دارد، نمونه آزمایشگاهی بسیار مناسبی برای فرستادن انسان به فضاست. ارسال حیات به فضا و تحقیقات زیستی با همکاری وزارت دفاع و سازمان فضای ایران انجام گرفت. لحظه پرتاب موجود زنده به فضا فرا می‌رسد. باوشکن پیشگام از 4 بخش موتور، سکوی پرتاب، ایستگاه های زمینی و کپسول زیستی تشکیل شده. بازگشت موجود زنده از فضا پس از 1 سال و 1 روز. جستجوی کپسول زیستی دقیق، حساس و پیچیده است. با گرد حامل متخصصان علوم فضایی لحظه به لحظه امواج الکترونیکی کپسول زیستی را دنبال می کنند. آخرین باری که باهاتون در تماس بودین کی بود؟ همین الان که نشستیم اینجا. خب چی گفتم به شما؟ صحبت دو تا بازگرد هست که دنبال کپسول حاوی و موجود زنده هستن که پیداش کنن. الان ارتباط ها قطع شده، ارتباط ها قطع شده، ارتباط های صوتی جسمی قطع شده. هر کاری هم میکنن نمیشه که بدونن که وضعیت به چه صورته. حالا بقیه دیگه ماجرا شیر خودمون میشه چی میشه. و سرانجام در فاصله 120 کیلومتری از محل پرتاب کپسول زیستی رؤیت میشه.
من این آقا که اینجوری دستاشو برد بالا فکر کردم اون میمونه توی یک سال خورده شده این آقاه، موجود زنده پس دوره یک ساله از حوزه علمیه مریخ. موجود زنده که به فضا پرتاب شد و سالم برگشت. بسم الله الرحمن الرحیم. بلا فضا گرفت چشم حسود بر جنس بسوزد انشالله به برکت صلواتی بر محمد آل محمد. خسته گل محمدی به این دیار خوش آمدی. بلند جواب بدید عزیزان. خسته گل محمدی به این دیار خوش آمدی. خسته گل محمدی دست گل محمدی به این دیار خوش آمد. خب بسه. آقای خوشنودی میگه کاکو جون این خوشنودی میگه اکبری میگه میگه که این میمونا دوتا بودن، یکیشون فرستادن هوا بیچاره مرد، کاکاش داداش شاوردن نشون میدن، ولی دوستان میگفتن که این بعدن همون احمدی نژاد بوده و اینها. در صورت بیچاره این میمونها، یک جوکیو دیدم میگه که بچه از باباش و مامانش که نشستن میپرسه که بابا ما آدما از کجا اومدیم؟ باباش پیرو فرضیه داروین بوده، میگه که ما اولش موجودات تک هسته‌ای بودیم، بعدن اینجور اونجور، بعد شدیم میمون و از میمون شدیم این. به مامانش میپرسه، یه نگاهی میکنه، مامانه میگه که نه، ما اول آدم دنیا اومد، بعد عشق نداشت، از دنده چپش زن حوا آمد و اینجوری شد و اینا. پسر میگه پس چرا بابام اینو میگه؟ خانمه میگه خانواده اینا از میمونه، ولی خانواده ما این خانوما چقدر زور میگه. عجب دست گلی، خوشنودی میگه اینا میخوندن دست گل ما خوش آمدی، عجب دست گلی. خب اینم ممنون از دوستمون. و اما این فردا شب در آمریکا این ترامپ اینقدر منفوره که حتی نیذاشتن مثل آدم سر یک سال بیاد توی مجلس صحبت کنه، و اون خانومه چنان زور و چنان دندونی به این نشون داد، 29 هم باطل شد که قرار بود بیاد صحبت کنه، بهش میگن State of the Union، و فردا شب قرار بیاد صحبت کنه. تو آمریکا اینم مثل فوتباله، همسایه ها بعض وقتا زنگ میزنن دعوت میکنن که بیا بشینیم با هم نگاه کنیم، بعضیا میرن رستوران های مختلف. توی واشنگتن، نمیدونم توی کالیفرنیا هم هست یا نه، یه رستورانی هست بهش میگن باس بویز اند پویتز، و این گفته که فردا شب تیوزدی فبروری 5 پنجم فبروریه از 8 شب تا 11، حالا ببینیم آقای ترامپ چه تعریفایی میخواد بکنه. دیدم آقای ستار دلدار یه عکسی از نوه‌هاش گذاشته که توی یوتا یا یه جایی که سرد بود دارن با برف آجرای برفی میسازن میذارن رو هم. گفته بود اینا دارن کمک میکنن به ترامپ که دیوار بسازه. گفتم نگران نباش، این هم عین دیوار ترامپه. همچین که بهار بیاد و همچین که فصلی بیاد که من و شما و کالیفرنیا احتیاج داریم این بیچارهای اسپانیش بیان کار کنن، و الا گوجه فرنگی هر یه دونه ایش میشه دونه $5، میبینی که این دیوار چون برفه آب میشه و اونا میان. شما سعید فرستاده اتفاقا اینجا نوشتن که دروغهای ترامپ رو بیش از 8000 تا دروغ گفته، بیش از 8000 تا. اون وقت من تعجب میکنم که هنوز بعضی از ایرانی ها به این مردک شارلاتان دل بستن. یعنی ببخشید ها، حقیقتا مثل اونایی که تو ایران هنوز به خمینی و آخوندها دل بسته باشن، هیچ فرقی نداره. چون ممکنه یه نفر 40 سال تو جهل مونده باشه، ولی تو آمریکا شما سرعت تکنولوژی و پیشرفت و ارتباطات انقدر هست که شما تو 2 سال دیگه فهمیده باشید این مردک شارلاتانه. بذارید بهتون نشون بده. اولا میگه سال 1999 یه شرکتی آمده یه چک به مبلغ 13 سنت برای چند تا آدم پولدار، چند تا شرکت پولدار فرستاده، و 2 نفر اینو نقدش کردن. فکر کنید یکیش کیه؟ ترامپ شارلاتان. 13 سنت. بهتون گفتم این 7 دلار پول ثبت نام بچهش رو
برای پیشاهنگی آمده بود از اون شرکت خیریه، سازمان خیریه ای که درست کرده و به دروغ مردم گفته بود این برای اونایی که به کمک احتیاج دارن، اونا پول دادن، این 7 دلار بچه‌شو از اون گرفته. حالا چه سوء استفاده دیگه کرده بماند. ولی بذارید ببینم چرا این سم نشون داده نمیشی. سم جان کجایی؟ آها، 8158 دروغ گفته. آقا خانم این تلویزیون آمریکایی، تلویزیون MSNBC. بله اینا یه کمی به اصطلاح متعادلن، تندرو نیستن، ولی دروغ که نمیتونن بگن. اینم گوش کنیم و من دیگه همینجا ازتون خداحافظی میکنم. ببینم همینه، یک لحظه. نه اینه، اون که گفتم 13 سنت میگه در سال 1990 مجله سپای یعنی جاسوس یا هرچی به ثروتمندترین افراد جهان چکی 13 سنتی فرستاد تا ببیند کسی آن را نقد می کند. تنها کسانی که این چک را نقد کردند دونالد ترامپ و یک قاچاقچی اسلحه بود. باور می کنید شما که چقدر این مردک واقعا پسته؟ بله خب ببینیم این چی میشه. اینم یه عکسی از شاه فرستاده بود یه دوستی که این آخه یه جایی نوشته بود ببین چه ابهتی داره. بعد این شاه میدونید آمریکایی‌ها بهش گفتن درخت کریسمس از بس از این زلزنگوله‌ها به خودش آویزون میکرده. بعد یکی آمده بود زیرش این عکسو گذاشته بود، نوشته بود صدام ماند و کشته شد، قذافی ماند و کشته شد، داعش تا کاخ اسد رسید ولی اسد فرار نکرد. بعد نوشته تو با این همه مدال فرار ایران را بیخیال. نمیدونم اینم این، من دنبال اون میگردم که سعید این ویدیو رو فرستاده که 8000 ببینم 8100 خورده ای این آقا تو 2 سال و 11 روز دروغ گفته، ولی نمیتونم پیدا کنم. فرستاد اینجا MSNBC، ببینیم که باز میشه اینجا. مرسی آقا، thank you very much، دانکیشن. و حالا تو من بگو که چرا اون پخش نمیشه. اینو براتون روشن کنم، تمام صفحه هم هست. گفت به فضل علی میخوام برم کمونیست بشم. آقای مهدی مشکل گشا توی شیراز میگفت. ببینید این همون، حالا شروعش هم میزنم، بشینید گوش بدی، تبلیغ ندی به خوردمون تو رو خدا. بگو مگه میشه خام پین وانس تو استاپ یو بلاک یو. این میدونه همه بیننده های ما کمر درد سر درد. آی سی هات، آی سی دو دور هات تو ریلکس رایز فرام پین. این بازیگر بسکتبال بوده الان تبلیغ دوای 2 years 13 days and counting and that's a number of days by the way that President Trump has been off it. We're also watching another number. بله. اب نداره. 1158. That's how many false. ببینید دوستان. False claims and or lies the president has made during that time. میگه 2 سال و من گفتم 11 روز، این درستش کرد. گفت 2 سال و 13 روز 8150 تا دروغ گفته. و باز شما نشستید آقای حمزه پور احمق برنامه میذاره، احمق تر از اون به من زنگ میزنه بیا بریم آقا وایت هاوس. میگم بریم چیکار؟ میگه بریم به ترامپ بگیم به جنگه. میگم این که با همه سر جنگ داره، اگه میتونست میجنگید. همه با هم بلند بگید کارمون خیلی خرابه. ببینیم آقای جهان شادانران یه ویدیو فرستاده. ویدیوی ایشون چیه؟ به نظرم یاد یه کنسرت و موزیکه، ولی یه چیزی این حالا درد و کمر درد و اینها داشت، کابوسی یه چیز برای من فرستاده بود خیلی جالبه. یه دکتری، آقای دکتری فکر کنم کلیمی هم باشه، دکتر صمدی در فاکس می اومد برنامه داشت، برنامه خوبی داشت، در راجع به جراحی و اینها صحبت میکرد. و من این دفعه تعجب کردم که حالا چرا من بگم، خودتون نگاه کنید ببینید راجع به چی صحبت کرده. و میگه تمام مشکلاتتون با این حل میشه. بذار ببینم اینه یا این. کاووسی هم دو تا پیج داره، ما گیج میشیم هر وقت میریم نمیفهمیم کدومشه. این یکی پایینی
با این فرستاده. 3 years ago. اینم باز کنیم یه لحظه. بله پیدا شد. خوشحال باشید. کاملا نگاه کنید. ترامپ did not lie according to his speaker. Alternative fact. آره اون زنکه دیوانه آمد گو alternative fact و بله میگه ما دروغ نگفتیم. Alternative یعنی جایگزین. ما جایگزین حقیقت رو گفتیم. البته باز alternative هم جای خودش داره. اگر واقعا یه چیزی alternative باشه، مثلا میگن alternative آخونده چیه، یکی میگه رضا شاه پهلویه، یکی میگه اونه. ببینید دوستان، من دیگه باهاتون خداحافظی میکنم. ساعت 4:45 با آقای پرویز مینوی از تگزاس با شما خواهیم بود. از اینکه مهمان برنامه بودید یا مهمان میزبان ما بودید در منزلتون آفیس ممنونم. حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید و چی بگم، شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش. و این دکتر صمدی هم فکر کنم نیویورک یا نیوجرسی طرفای شرق آمریکاست، حالا ممکنه بالاتر باشه. And today they have something else that they say will keep you healthy. It's sex. Really, Dr. Samadi? Well, look, I think it's the best prescription for your health. And I don't think it's Dr. Siegel's Zitromax that's going to save you. I don't think it's Eric's Greek yogurt that he has. And with all the respect, Jamie, it's not the 3 days workout in the gym. You got to have sex, and that's what's going to save you. That's my prescription to you. What does sex do? It increases your immune system. It increases your IgA. It increases the endorphin, which is almost like a morphine, takes away the headache and everything else. You know what? It actually helps prevent prostate cancer 20% of the time. So sex, and sex. That's okay. My prescription. Three times. Well, you know, studies actually back him up. Sex improves your self-esteem. Sex actually makes you sleep better. It decreases your stress. Sex is cardio. Don't just go on the treadmill. Do sex. Have sex a couple of times a week. Studies show out of England, I guess they're having more sex there. They say 2 times a week it is a form of cardio. Orgasm decreases pain. It decreases cramping. The more you do, the better it is. No. Decreases prostate cancer. Listen, this is the way to go. Twice a week is not enough. Function. Next week we're going to talk about how many times you have to do it to burn the right calories. All right. با امید دیدار شما چهارشنبه. روز روزگار بر شما خوش.